ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خراغلاس د سپینو خبرو پروګرام ته هیله ده چې جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستان عزیز عرض سلام او احترام خدمت فرد فرد. بسم الله الرحمن الرحیم. بالای اخبار اخیر طور معمول دوستان عزیز تبصره خواد داشتیم. رویدادهای اخیر البته انطوری که آگاه هستین در سرحدات یا حواشی سرحدات افغانستان و خط حایل دیورند میان پاکستان و افغانستان جنگ رخ داد میان اردوی پاکستان و افسران نظامی افغانستان یا اردوی افغانستان و پاکستانی ها. 3 نفر کشته و 2 نفر هم زنده دستگیر کردند و با پاکستان هم اجساد و هم اساکر دستگیری از اونا را دوباره مطابق با تعاملات بین المللی با حکومت پاکستان سپرده شدن. البته یک بخش قضیه بود. امروز باز هم شنیدیم که در پهلوی یا جوار خط دیورن یعنی پاکستان و افغانستان که محل عبور و مرور طالبان و یک دره به نام دره مقبل که البته زرگای کندو گفته میشه از او مجرا طالبان از پاکستان با افغانستان و برو مرور و دره به دست دره مقبل به دست طالبان افتاده بود در طول چند سال. وقتی در 2014 اردوی ایالات متحده امریکا یا قرارگاه های امنیتی ناتو از اون محل بیرون شدن و این دره را ترک گفتن، طالبان دره را به دست داشتن در طول 3-4 سال از مدت 2014 تا این دم و حال اردوی افغانستان این دره را دوباره تصرف کردن و در اونجا پوسته های نظامی اردوی افغانستان البته مستقر خواهد شد و دلایل هم با خود داره که یعنی راه های اکمالاتی طالبان مسدود گردد و یک ضربه میتونه به طالبان باشه و او را اونا عنوان کردن. و همچنان یکی از افسران نظامی یا ولسوال منطقه بود فکر میکنم، اونا میگفتن که خطاب به مردم دره مقبل که اونا را به قوای امنیتی جلب میدارن و به اردوی افغانستان، یعنی یک اعلان کاریابی برای ایشان داشتن، متعجب کردم که در افغانستان دیگه باید در اونجا پروژه نباشه، یک مجرای راه حلال روزی و نانآوری دیگه موجود نیست. صرف به اردوی افغانستان مردم تشویق میشه تا از او طریق امرار معیشت بدارن. و هر حال در امو مناطق یعنی تاسیسات اکمالاتی یا امنیتی یا پوسته های امنیتی اردوی افغانستان مستقر خواهد شد. خبر جالب بود به نظر ما. و بعدا جان نیکلسون قماندان ستاد ناتو در افغانستان، اونا گفتن که ما جایی که افغانستان ترک بگوییم در افغانستان ماندنی هستیم و بالای صلح و دعوت صلح بالای دشمن فشار خواهیم آورد، بالای پاکستان در بخش سیاسی و در بخش نظامی هم فشارهای شدید بالای دشمن خواهیم داشت. الفاظ دهنی از اونا شنیده شد و همزمان واکنش سنای افغانستان که در اینجا خوب آبای قرارداد امنیتی میان ایالات متحده و امریکا دستخط شد، افغانستان دستخط گردیده و باید عمل شود. ای که پاکستان عمله کنه یا هر کشوری دیگری باید با این قرارداد عمل صورت بگیره و ایالات متحده امریکا به تفاوت در این قضیه خدا آگاه نساخته. به هر حال دوستان عزیز، 2-3 خبر مهم داریم و بعدا میریم سراغ صحبت های شما و تحلیلات شما. خواهش ما از دوست همی است، طوری که قدرتی صاحب دیروز فرمودن که قدر اگر شو از سطوح گله و گذاری و که او بیننده
تلفون زد چی گفت یا ما چی میگم و یا فلانی تاجیک چطور شده و حق پشتون اینا را بالاتر از او برین برای زی که وضع افغانستان در همین محدوده یعنی خلاصه نمیشه. ما مشکلات فراگیر داریم، افغانستان در خون میتپه و سرنوشت نامعلوم مقدرات به دست دیگران چپ و راست توطئه‌گران خارجی افغانستان اشغال داشتن و با بهانه جنگ علیه ترور و مخالفین و اینا افغان علیه افغان سوق میته. پاکستان تنها و اخطارهای بی جای اخفالی میرسانند و ما را به حساب فریب میدهند. به هر حال هر کدام از این قابل اهمیت است و در خور اهمیت، لطفاً به کنه مسائل داخل شوین، منافع ملی را مطرح بسازین. اتحاد ملی و اتحاد خود برادر وقتی صورت میگیره که حاکمیت قانون باشه، حق هر کس معلوم باشه. کس اتحاد کرد نکردی مسئله روانی است، اخلاق مردم ما اثر باید مردم دوباره در یک دیگه دیگه جوش بتیم تا اونا هر کدام با هم اتحاد و اتفاق داشته باشن. همی حالت موجودی افغانستان چی داریم و حالت عاجل هست. ما یک حکومت مرکزی مضبوط قانونمند کار داریم و قوای بیگانه افغانستان باید ترک کنه، افغانستان باید از اشغال بیرون گردد. با بهانه جنگ علیه تروریسم و یرفا جان مردم افغانستان کشیدن. به هر حال توجه دارین به خبر اول و همچنان بالای کمیسیون انتخابات و ثبت نام ها و برادر آقای احمدشاه مسعود ضیا خان ثبت نام کرد و خان محمد خان معاون اول عبدالله و محقق صحبت می کرد. او هم یه خبر تازه است و تازه ثبت نام ها شروع شده برای انتخابات و گویا باید دموکراسی در اونجا تمثیل شوه و آرای مردم. توجه بدارین به خبر اول. در رأی مقبل ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا، هرچند همین چند روز پیش نیز پرچم طالبان در این دره برافراشته بود، اما اکنون مقام های ارتش از پاکسازی این دره از وجود طالبان سخن میزنند. فرمانده نیروهای کمندو در این بخش میگوید که بزرگترین راه اکمالاتی طالبان مشهور به انزرگ کنداو در نزدیک خط دیورند در همین دره مقبل بسته شده است. دا سیمه دیل پر مهم سیمه دا چه دی سیمه نا طالبان و تگراتا کهوی دا پاکستان و دا افغانستان سیمه ترازی او دلتا پا دی مختلف و ولایتو که عملیاتون ترسره کهوی. مقام های ارتش می گویند که طالبان با استفاده از راه اکمالاتی انزرگ کنداو به ولایت های پکتیا، خوست، لوگر و غزنی از آن سوی خط دیورند رفت آمد داشتند. در توب سر، در انزرگ کنداو، خوش کرم سر، نری کنداو، بیزای مستحکم کندکای سرحدی را ایجاد می کنیم. غوختن ملتاسی خصوصا دم دیگه سمیله مقبل و لدرنه قوم نم داده دی پتان لاؤسیدون که داده سی مگه کولای سوسیتاسی پا پاسون که جسپو پا مالی پلیسو کم جسپو پا ملی پلیسو کم جسپو. همزمان با این شماری از باشندگان در رأی مقبل ولسوالی دندپتان از حکومت می خواهند تا پروژه های توسعی را در این بخش عملی سازد. راست مشکلی چې په کورو په غرو او مثلا په جماعتو په دغو شاوخوا کې بدو یو استوګه کوله او کله چې بیا حکومت راغله موږ ته بیا امنیت ولګېدو. نو په دا منطقه کې خو طالبان و طالبان موږ خلک که ښه وي که خوښ وي که خفه وي خو وخت چې تېر شو که ښه وخت وي که بېکوره وي چې تېر شو اوس چې دا خلک موږ ته راغله دغه زموږ خوشحال یو. مقام های امنیتی اطمینان می دهند که 300 خیزش کننده مردمی در کنار نیروهای پلیس مرزی برای تأمین بهتر امنیت دره مقبل گماشته خواهند شد. بله دوستان عزیز، خبر جالب است و مهم است. در سرحدات افغانستان و پاکستان البته تاسیسات نظامی افغانستان احداث میشه و واقعی از او هم همو خواهد بود. دوستان عزیز هر قدری با مراکز طالبان نزدیکتر این تاسیسات احداث گردد به مو حد آسیب پذیر میشه. اردوی افغانستان یا عسکری بیچاری افغانستان زیر حملات طالبان قرار میگیرند
و شاید اکمالات بیشتر بتانن از وقت یک قرارگاه نظامی حکومت افغانستان متلاشی میشه، چون در افغانستان سلاح یا اسلحه یا مهمات نظامی انباشته شده و بیشتر بودجه به وزارت دفاع افغانستان تخصیص میشه، نه به بنیاد اقتصادی مردم افغانستان. و آنطوری که یک آقا در اونجا بلند شد گفتن، اونا گفتن که ما موگه پا مقبل پا داری پا خلکو بانده غک کهو چه رازی لحکومت سره یوزای سی مقتصد پا امنیتی قواهو که او ردو که او پولیسو که او نپیگم دیو که تاسو ته کار لرو، یعنی شما را استخدام میداریم در برابر 200 دلار در اردوی افغانستان و در برابر طالبان بیستین، هم کار برتان میسر میشه و هم ضد طالب و که نمیدانم پاکستان و شما در یک جنگ قرار میگیرین، از وطنتان دفاع میدارین، جایی که یک پروژه اقتصادی یا فرض کنیم یک لبنان حلال برای مردم برای طور دائم و مستمر میسر گردد و کاریابی صورت بگیرد، مکاتب مراکز تعلیمی و یک پروژه عمل منفع این چیزا صورت بگیرد، صرف برای عسکری و اردوی قوای امنیتی و اینا مردم تشویق میدارند که جلب شوند که کار یک لبی روزی نانی از او طریق برای از اونا میسر شود. و وقتی اگر ناتو نبود یا قوای ائتلاف در اونجا موجود نبود، اینا خاک بسر میشن، چون هم زینه را میبرداره. وقتی اونا برداشتن و آقا سرنوشتی از او چون به توسط دیگر رقم زده میشه، توسط دیگر امرار حیات از اونا تأمین میشه، توسط پول تخصیصیه برای دفاع در حقیقت قوای ناتو و اهداف ناتو در افغانستان، نه دفاع از مردم افغانستان، نه دفاع از کشور افغانستان، در حقیقت زیر پوشش دفاع از کشورتان، دفاع از حکومت دست نشانده و غیر مردمی افغانستان از اونا دفاع شده و از اهداف ناتو که در افغانستان جنگ مشتعل باشه میان طالبان و اردوی افغانستان. به هر حال این خبر و جان نیکلسون رئیس ستاد ناتو در افغانستان، قماندان امریکایی است و او خود میدانه که در افغانستان این جنگ خود از اینا برا انداخته و خود از اونا دوام میده، از صلح صرف یک عنوانی هست و هم در صلح مردم چور و چپاول میکنن، پول خوری است، و هم در جنگ مردم افغانستان مرفوع هستند. این شعارهایی که الان صلح را باید بیاریم، طالبان را به میز مذاکرات بکشانیم، بالای پاکستان فشار وارد شوه، همه از اون اخفال و دروغ است، باید تا این دم بدانیم. توجه بداریم به این خبر دوستان عزیز. فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان پیروزی در جنگ این کشور را به کشانیدن طالبان به گفتگوهای صلح وابسته میداند. جنرال جان نیکلسون میگوید که پیروزی با کشانیدن دشمن بر میز گفتگوهای صلح تعریف می شود. نیکلسون می افزاید که تلاش های جدی دیپلماتیک و نظامی برای تقویت روند صلح افغانستان ادامه دارند که بخشی از این تلاش ها آوردن فشار بیشتر بر پاکستان است. همزمان با این ما فشارهای من را ادامه می دهیم. هم فشارهای دیپلماتیک، هم فشارهای اجتماعی و هم فشارهای نظامی. ما فشارهای سخت دیپلماتیک را از بحر پشتیبانی از روند صلح افغانها اعمال خواهیم کرد. در همین حال، دبیر کل ناتو بر افزایش فشارها بر حراس افکنان در جهان به شمول افغانستان تاکید می ورزد. ما تلاش های من را برای پیروزی جنگ با هراس افغانی دو برابر ساختیم. البته به شمول توانمندسازی ماموریت من در افغانستان که با پشتیبانی نیرومند ترکیه در آن کشور همراه است. ترکیه صدها سرباز به ماموریت حمایت قاطع در افغانستان کمک کرده است و ترکیه ارتش و نیروهای دیگر امنیتی افغانستان را نیز کمک مالی می کند. با این حال شورای عالی صلح می گوید که طالبان در تماس های غیر مستقیم با این شورا با آغاز گفتگوهای صلح خوشبینی نشان دادند.
در شورای رهبری طالبان، در سطح نظامی و در سطح غیر نظامیش بحث جریان دارد تا اینکه به زودی اعلان بکنن که چگونه میخواین با دولت افغانستان آغاز مذاکرات صلح آمادگیش اعلان بکنن. سخنگوی شورای عالی صلح میگوید که قرار است به زودی رهبری طالبان دیدگاهشان را در برابر فراخوان صلح حکومت افغانستان با این شورا در میان بگذارند. به نظر می رسد که امسال تلاش های بی پیشینه از سوی حکومت افغانستان و باشندگان ولایت های کشور برای رسیدن به صلح برا افتادند. اما با وجود آن که بسته های بی پیشینه از سوی حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح با طالبان مطرح شدند، اما اعضای این گروه تا کنون به این پیشنهادها هیچ پاسخی ندادند. جاوید زیارتجاهی، تولو نیوز. بله دوستان عزیزی، خبر شنیدیم واکنش سنای افغانستان، یعنی لوی مشران و جرگه در این قسمت البته جالب بود. واقعا از پیمان امنیتی میانه امریکا و افغانستان صحبت شد و ای که در این مواقع باید و ایالات متحده امریکا مطابق تعهد و امضایی که دادن سپردن در این قرارداد باید عمل میکردن. یارفا البته مورد تایید ما هم هست و دیروز هم در برنامه ما از این مسئله یاد کردم. توجه بدارین، جالب از خبر پشتو البته از تلویزیون آقای حامد کرزایی که هر یکی یک تلویزیون برانداخته، تلویزیون تحت عنوان کابل نیوز با پشتو بیشتر نشرات دارن به لسان پشتو و اونا هم اخبار مفصل دارن و قدر انتقادی هست از حکومت. شما میدانید خصوصا افغانستان داستانی کمپین انتخاباتی از شوراها و لوی مشران و جرگه و سنای افغانستان، البته ریاست جمهوری و همزمان شوراهای ولسوالی ها و ولایتی، اینا همه صاحب نماینده باید تعیین کنند. دموکراسی وارد شده در افغانستان، این نعمت خدادادی را که نصیب مردم افغانستان گردیده، هر یکی باید اشتهار بدارن برای در اهداف خدا و صاحب و حساب در رقابت وقتی داخل میشن از طریق رسانه های افغانستان باید اعلان کنن و اعلامیه و آگاهی خود پخش بدارن تا مردم آگاه شون که کی کندید است. و این رسانه ها هر کدام از یک کلیپ، از یک اعلان فرض کنیم چند دقیقه ای به هزارها دلار نصیبی از اونا میشه و به حساب کسایی که سرمایه های افغانستان را چرو چپاول کردن بیشتر مو افراد و اشخاص در اونجا کندید هستند و برای از اونا صرف پول و در مسابقات انتخاباتی حتی از بیرون بودجه ها برای از اونا تعیین میشه کسایی که خود کندید میداره، چون مطابق دموکراسی عمل میشه و مسئله آرای مردم است و او باید اشتهار شود، یک گل و نغاره نواخته شود که مردم آگاه باشند که در افغانستان مردم رای می سپاره به شخص معین و دلخواه خود. به هر حال دوستان عزیز، او خبرم البته به می ترتیب توجه بدارین و خبری که از سرویس پشتوی کابل نیوز انتخاب کرده ایم واکنش سنای افغانستان نشان میده. د افغانستان او سویلی اسیا لپاره د امریکا د نوې جنگي ستراتیژۍ له اعلان وروسته د دې هیواد سمندري ځواکونه هم د نوې ماموریت لپاره د جګړې ډګر ته داخل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه خبره کړې مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي د مرین سمندري ځواکونو نوې ماموریت له لاسه وتلو سیمو بیرته نیول دي. د ورځپاڼې له قوله دا مهال د افغانستان په 50% خاوره کې وسلوال مخالفان فعالیت لري او امریکایي قمندانان وایي چې سمندري ځواکونه به دغه سیمې بیرته نیسي. په مقاله کې راغلي چې په دې هیواد کې د امریکا نوې ستراتیژي کولی شي هره میاشت پر وسلوالو سلګونه هوایي حملې وکړي او په دې توګه له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي. د امریکا ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له مخې د سمندري ځواکونو اهداف ساده دي. دوی به په ډګر کې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او د لویو ښارونو د سقوط د مخنیوي هڅه کوي او د روان ماموریت د دوام لپاره تر ټولو مهم هدف دا ده چې له اوږدې جګړې څخه د امریکایانو ستړیا ته په کتو سره د امریکایي ځواکونو د تلفاتو کچه د امکان تر حده صفر ته نږدې وساتل شي.
د ورسپانې له قوله سمندري ځواکونه د جګړې ډګر ته پلی نه ورځي او له لرې وټنه افغان ځواکونو سره مرسته کوي چې وسلوال مخالفان ورته مات کړي. د ورسپانې د معلوماتو له مخې د دې ځواکونو 300 کسیزه ډله تیر کال په هلمند کې ځای پر ځای شوي دي او ځایي چارواکي وایي چې د هلمند په مرکز لښکرګاه او ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو د ډله ییزو بریدونو په دفع کولو کې مرسته کړې ده. خود ملی شورا غړي د امریکایي ځواکونو په جنگي رول جدي نیوکه کوي او وایي چې د دوی په موجودیت کې د افغانستان ډېرې سیمې د مخالفانو لاسته ولوي دي. تاسو ولیدل د دوی شپانه سکاله کې د دوی وزور دلې دي او دوی مخکې د یو لک ډېر سرتیری د دوی هغه سمندري ځواکونو دلته وزور درلودي خو دوی و نه توانېدل چې هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي هغه دوی ونیسي. نو وسم زه دا فکر نه کوم چې دوی د طالبانو سره سیمه ونیسي او طالبان دي پر مخ یې د افغانستان څخه بیرون سواخي. نو دا خبرې د انکاموال نه دی او دا هیڅ تم امید موږ نه ورته لرو چې دوی به دوی نه کوي سی او اشپانه سکاله دوی د افغانستان ولس او د افغانستان خلک ولیدل او کوم څه چې افغانستان حکومت غوښتل هغه ادب دوی ته نه ورسېدل. د امریکا سمندري ځواکونه داسې مهال د هوایی بریدونو لالاري للاسه د وټلو سیمو د بیرته نیولو نوې ماموریت ته داخليږي چې په تیر یو کال کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایی بریدونو کې د ملکی مرګ ژوبل کې چلا بل هر وخت ډیره شوې ده چې لعمله پراخ برګونونه پراولې دي. بلې دوستان عزیز خبر هم جالب بود. البته یقینا قرارداد یا پیمان امنیتی میان امریکا و یا قوای اطلاف بگویم با حکومت افغانستان امضا گردید، دستخط شد و آقای اتمر او را دستخط کرده با سفیر وقت ایالات متحده امریکا در کابل در حضور اشخاص با رسوخ افغانستان، سران جهادی و مامورین اعلی رتبه فعلی افغانستان دست نشانده صورت گرفته. شواهد موجود است و داستان بلد هستیم. دوستان عزیز در همیتو موقع در خط یعنی قرارداد با حملات پاکستان به حریم افغانستان و ای که آقای جان نیکلسن فشار میاره، فشار بالای پاکستان نباید باید عمله شود. پاکستان امتحانی نظامی از اونا را در حواشی خط دیونن باید از بین ببره و اختار باشه برای از اونا که ما برادر اینجا قرارداد در میان است، یک تعهد است با حکومت دست نشانده ما ملت افغانستان و می ترتیب. دوستان عزیز بالای این مسائل می خواهیم نظریات شما را هم داشته باشیم و همچنان یک خبر مهم از انتخابات داریم که در اونجا ضیاء مسعود دیده شدن، آقای محقق دیدم و همچنان محمد خان که اینا ثبت نام کردن و ثبت نام آغاز شده برای انتخابات. و رسانه های افغانستان قبلا عرض داشتم که بلندگوی همی افراد و اشخاصی هست که در افغانستان امروز یک کندید هستند یا اشخاص معاصر جنگی و پولدار و دوزان سرمایه های ناتو در افغانستان، اونا خود کندید میدارن و کسانی که پول ندارن اونا از این نعمت بهرمند نیستن. شما اول یک شخص دانشمند وطن دوست داخل افغانستان میشه میخواه خود کندید بدار، او رو میگه بیادر 100,000 امضای مردم با خود داشته باش و بیادر قریه به قریه بگرده و خواد گفتر یکی که برادر او آقا برای ما به هر دستخط ما برای ما حداقل $200 میده، خودی چند؟ میگه والا ما پیسه ندارم مگر ما علم دارم و دانش دارم و دلسوزی دارم و وطن دوستی و خدا پرستی و اینا. میگه بیادر برو پس کارت، ما پول کار داریم، ما همه تو یک شخص هیچ ضرورت نداریم. افغانستان یک کتلی یک فرهنگی پول دوستی و پول پرستی گردیده و اینا همون نعمتی را که اونا میخواین میتونه برشان میسر بسازه. بنان در دم راه افراد و اشخاص باید دل خدا خوش نکنن و خدا هیچ کندید نکنن و حتی شوق هیچ چیزا را در کلی خود خطور نتن. بنان اونا و امی رسانه ها بلندگویان از اونا هستن و بعضی از طلوع شنیدم که 40,000 نفر ثبت نام کرده در حالی که امی درست نیست. اونا باید اشتهارات ناتو را و بادارای حکومت موجودی افغانستان بدارن چون یک مسیح انتفاعی است طلوع
یک مؤسسه پولی است، انتفاعی، صاحبانی از اونا میلیونر شدن، شاید با میلیون ها دلار در طول چند سال انباشتن. همه تو دیگر رسانه های افغانستان، یعنی کرورپتی گفته بعضی ها، و رسانه های چون ما که با خون دلی برنامه ها و نشرات به پیش میره و ما هم وقت مزایز و پول جیب ما در راستا صرف میشه، پیرو بچه عدی واری وقت خود زایی میسازیم. برحال بله، سلام علیکم. آقای خطاب سلام علیکم. و علیکم سلام، خوب است. احمد چاستم ساعت خوب است. سلام به همه هموطنهای عزیز. این چیزی که جنرال جنگ باخته میگه آقای خطاب، مردم افغانستان شما باور نکنین، اینا دروغ میگن، اینا در محاصره هستن. خود از این جنرال جنگ باخته چند وقت پیش گفت که در محاصره است، کابلش در محاصره است، این خود از این در غیر هلیکوپتر 10 کیلومتر هم راه رفته نمیتونه، این گپا دروغ است. و این چیزایی که گفتن که کماندوهای قوای بحری امریکا و ناتو که در جهان مشهور است آمدن، یا 4 روز در فاریاب بودن گریختن، این کل مردم فاریاب افغانستان خبر دارد. یا جنگ باخته های هستن که هیچ وقت خود نمیتونن به جور ازی که هزیان بگوین و مردم فریب بتن. منتها در مورد انتخابات، ما به مردم ما چند تجویز عملی را پیشنهاد میکنم. انتخابات خو کلگی میفهمه که دروغ، فریب، کذب است و میگن که رای از شما و انتصاب از ما. از آنان کی؟ یعنی مزدوران دست فاسد و منافق جنایت پیشه های امریکا ناتو. این حال مردم افغانستان، مردم شریف افغانستان، اگه به تو پول میده برو رای بده، برو رای بده. اگه دیگه راه نداری، در تکلیف هستی که تو را تهدید کنن یا اولادت را اختطاف کنن، برو رای بده. منتها رایشان پاره کن در خود که پرتو برشان. یک را و دیگه ای که در صلح، هر کسی که مردم افغانستان آمد بر صلح گفت، این صلح نیست، یک دوکان تجارت میلیون آور برای از واست، برای شما مرگ و بمباردمان است. هر کسی که آمد گفت که باید صلح شود، بگو بسم الله، برو پیش دروازه سفارت امریکا، مقر ناتو و به خطاب کو صدا بزن که برای از ملک ما صلح میکنیم. سیومش شما مردم افغانستان قلبایتان پر از درد و رنج است، ما میدانم. برای این سرکاره، برای شما میگه که دموکراسی است، این حق مسلم شماست. ما از امریکا غرب برای شما صدا میزنم که این حق مسلم شماست در دموکراسی. سرکا و جاده را پر کنین و هر چی که در دلتان مبرایه فریاد بزنین، هر چیزی که در دلتان حق می نمایه، هر چیزی که باشه دلایتان پاک و منزه کنین، افتواری کار کنین. و بالاخره ما براتان میگم که انشالله و رحمان اینا مبراین از وطن ما. و مردم پشتون خوب گپ بشتاو، به دروغ تو را بازی میته، خوستی، ننگراری، پکتیایی تو را به دروغ بازی میته. این سرحد سازی به معنای شناختن رسمی خط دیورند است، بازی نخوری، این برای بستن راه طالب نیست. و ما به یک چیز میگم که نیروهای آزادی بخش ملی باید رای از یا را بند کنن، شهرارا را بند کنین. و یک چیز براتون میگم، رای شکمای از این دزدار را بند کنین، در اونو وقت شما غالب هستین. تشکر. بله سلام علیکم. سلام، خوب هستین غفوری صاحب؟ خیر و خیریت. صحت خوب؟ خیر و خیریت. چیال دارین صاحب؟ مهربان هستین. تشکر صاحب. درود و رحمت و برکت خدا بر شما و فامیل نجیب شما و ملت نجیب افغان. جناب خطاب صاحب، اجازه بدید در مورد ببرای کاغذی و قهرمانان فراری صحبت کنم. بفرمایید. جناب خطاب صاحب، کسانی که بالای شانه های اشغال روی عقده انتقام و تصاحب قدرت دوباره آمدن، قبل از آمدن دلار، ودکا و توپای امریکایی را در سمت شمال گرفتند. ملت مظلوم افغانستان را زیر ساتور و بمبگنای B-52 و کشتار 12 از سوار امریکایی انداختند. خودشان را قهرمان خطاب کردند. اینها عمان ببرهای کاغذی و فراری هستند که در غارهای کولاب پنهان بودند. جهاد، مقاومت و اسلام می گفتند.
اکنون کشور را به چالش کشیدن از دوربین غرب میبینند. اگر به زندگی دو دهه قبل اینها نگاه کنید، در آسمان ستاره و در زمین بوریا نداشتند. باید مدیون غرب میبودند، اما نقص و عیب بزرگشان این است که خوی بد و غداری به قوم را از سگ گرفتند، ناسپاس شدند، نه به قوم افغان نه به باداران خارجیشان وفادار هستند. این ببرهای کاغذی ادعا می کنند که دوره طالبان دوره اشغال پاکستانی ها بود. فرض نو اگر چنین بود، پس چرا شما ای ببرهای کاغذی و قهرمانان فراری نمی دانید؟ روسها با هم توانایی و قدرت تکنولوژیش توسط ملت قهرمان افغان شکست خوردن. پاکستانی های دارخور چطور می تواند افغانستان را اشغال کنند؟ زمانی که شما پیشا پیش تیارات B-52 مانند ببره کارمل و دکتر نجیب خادیست رقصیده آمدید، تعداد را کشتار نمودید، آیا در بین آنها کدام جنرال، کرنل، ضابط، خودضابط، عسکر دارخور مشاهده کردید که وجود داشت؟ پس اگر وجود داشت، چرا یکی از مرده یا زنده یا آن را فیلم برداری نکردید و برای ملت تا جهان به نمایش نگذاشتید؟ حقیقت این است که دوره طالبان دوره شلاق زدن بود، ولی دوره شما از آغاز غلط، دروغ، کجروی بوده تا آخر همین طور ادامه خواهد کرد، زیرا بجز شکست و ناکامی چیزی دیگر مشاهده نمی شود. جناب خطاب صاحب، ضرب المثل که از صدای قلب پاک مردم ما برخواسته می گویند بارکج به منزل نمی رسد و من الله توفیق. شر الله صحبت کردین غفوری صاحب، خیر و برکت نصیب شما، تشکر. بله سلام علیکم صاحب. الو، بله سلام علیکم. بله سلام علیکم صاحب. سلام علیکم خطاب صاحب. و علیکم سلام و رحمت الله، بفرمایید صاحب. خطاب صاحب راجع به می جنرال نیکلسن که همیشه می گپای نه و نیست، گپار ده می 18 سال از گوش در جنرال های شروع تا با ما و با ما و حال فیلا نمی گپای مفت خودی ها هر روز می زنم دیگه، از این گپا که می دور نمیشن دیگه، از این که مردم فرید بتن و خود به حساب می جنرال نیکلسن بره به حساب عسکری تشریح کنه که وقتی که جنگ به حساب می عربی یک سال زیاد نیست، وقتی که جنگ یک دو مملکت شروع میشه باید یک طرفه شوه و در دوی تابال 18 سال است که 18 سال تابال امی پالوان ها واره خویده و این پالوان خویده آل آل ماره که میگه که هنوز آل در حالتی است که طالب ها بسیار تکله شده، حالی بسیار نیرومند شدن و این 160,000 قوای امریکا در وقت که رفت افغانستان اشغال کرده در وقت چیز کرده نتانستن، وقتی که اوباما برد بوش و فیلن و فیلن هم نگپا را باید وقت نمی تکس مالی امریکا را باید جنرال نیکلسن اگر امریکا را براستی خوش داره باید دیگه پای دروغ نگوید، بیای حقیقت بگوید که دیگه جنگ پرنده نیست و مردم امریکا را ما نمیخویم که تکس جنگ مطرح شد و طالبا هم اعلان کرده که وقتی که به قدرت برسن هیچ تهدیدی به سراسر دنیا و خصوصا امریکا نمی باشه و با طالبا کامپرمایز کنن و دیگه پای مفت خطیشه و در غیر از او پالوان های خویده و در روز نوبتگی بر امریکا و دولت آقای ترم دیگه چی درست بود اما هم نخواهد بود. تشکر. بله بسیار زیاد تشکر. و چند چیز هست که همین چیزی که شما می فرمایین امریکا هم رو می خواهد، یعنی هم اونا نخواهند هم اینا نخواهند، همین جنگ هم تو مستمر و دوامدار و پروتراکتید میگه در انگلیسی دوام داشته باشه و زیر همی پالیسی اینا منفعت دارن. اگر منفعت در جنگ بود او را تعقیب میداره، اگر منفعت در صلح بود او را تعقیب میداره، امو پالیسی یا دیپلوماسی سالم امو است که از کدام طریق، طریق جنگ یا از طریق صلح برای از اینا اهداف از اونا برآورده میشه. ولی خب فعلا پالیسی جنگ برای از اونا با سودی از اونا است، چون ملت افغانستان آغشته به جنگ ساخته و بیهوش ساخته، به هراس آوردن از پاکستان و از طالب و
از اینوان که امی حکومت به امی فساد و به امی فجاحتی را بپذیره و از یک ترس آینده که جنگای داخلی طور سابق شروع نشوه و کسی یک لب نان نخواد داشت، مردم از گرسنگی هلاک نشوند، زیر امی لوا، زیر امی سلطه، یعنی مردم احتیاج ساختن و برای ابنای بین المللی چی در ایالات متحده امریکا و اروپا یا اوتان امی کشورهایی که در افغانستان زی دخل استن، برای از اونا هم یک توجیه داشته باشه که بابا ترور هرچی میکنیم از بین نمیره، صلح تقاضا میکنیم، صلح را نمیخوایم، جنگ میکنیم، جنگ جنگای چریکی است، ما بند ماندیم اونجا. اگر تنها هم یک قلم سرزمینی را، یعنی کشت مواد مخدر را، عوایدی از او اگر واقعیت داشته باشه که داره، 150 بیلیون دلار عواید اینا داشته باشن، او را مقایسه کنین با 5-6 میلیون دلاری که سالانه اینا مصرف میکنن، یعنی عواید سرشار از افغانستان، از خاک افغانستان برای از اونا میسر میشه. همین مجال برای یک کسی نمیته که بگوی بابا میگه خب مملکت جنگ است، هر کس کشت میکنه و ما در جنگ هستیم، نمیتونیم جلوگیری کنیم، کشت مواد مخدره و قاچاق میکنن. یک جنگ حالت جنگ است، در این حالت جنگ تقاضای مردم هم بیشتر کم میشه. وقتی صلح بود، آرامی بود دیگه، باز تقاضاها و خواسته های فرمایشی و تجملی شروع میشه که چرا امار نیست و که چرا افغانستان اشغال است. میگه اینطور به حال خود اینا رو ساختن که چی میگه، به مرگ بگیریشه که به تب راضی شوه، همه طور است. وضعی افغانستان شما تو گمان ما برین این جان نکلسن و دیگر دیگر همین پیشنهادات صلح هست، همین از اخفال دروغ، یک رول و نغاری بین المللی رو بلند کردن که طالبا رو ما پاسپورت میتیم و طالبا رو خواستیم که در کابل یک دفتر برشان باز شوه، بایسی اگز بنا رو میپذیریم و نمیدانیم بالای عبور مروری از اونا و حساب ممانعتی که گذاشته شده او رفع شود، از لست سیاه ملل متحد اونا بیرون شوند. بسیار جالب بود یک وقتی در دوران طالبان بود، یا فکر میکنم بله در وقت طالبان، با یکی مصاحبه میکرد نشنل جغرافیک، هم تکیه زده بود، خوب یک چرس خودم یکی از امید نفرها زده بود، نمیفهم دوران جهاد بود یا دوران طالبان. باز یکی ازش پرسید که شما را ملل متحد به رسمیت نمیشناسه، میگه ملل متحد کی است؟ گفت ملل متحد که در اونجا جامعه بین المللی تعهدات داره و باز برای کشورها تاثیر داره و پروژه های امدادی داره و حرفا. میگه ما را به رسمیت نمیشناسه؟ میگه نی. گفت وا که ما را به رسمیت نمیشناسه، خب ما هم اونا را به رسمیت نمیشناسیم دیگه، بنان دیگه چی تشویش داره؟ وقتی منتالیتی به این باشه که اونا از خود جوامع بین المللی به کلی بریده باشه، بازی که ملل متحد اونا را در لست سیاه قرار بده و در لست سفید، اونا میخواین که در لست سیاه باشن، در لست سفید تفقد ملل متحد و ایالات متحده امریکا نمیخواین باشن، داخل شون، هیچ تقاضام نکردن اونا دیگه. بنان بقیدی ما خواسته هایی که اونا دارن و پیشکش هایی را که آقای اشرف غنی به اونا کرده به کلی متفاوت است. بله سلام علیکم سر. الو. بله سلام علیکم. و علیکم سلام، بفرمایید. سلام خیلی متشکرم. خوب هستید؟ بفرمایید. قربان شما، دو بخش در رابطه با وضعیت افغانستان اگر وقت دار آدم بگوید، او پیشنهادهایی که دولت و او پیشنهادهایی که طالب داره، شما فکر بکنید که در مرکز شهر کابل شرکت جنایت دزدی شراب فروشی مرکز فحشا در 28 ولایت در عدالت اجتماعی وجود نداره، فرضاً اونا دقیقاً تلفات و شهادت که داد افا بخاطر یعنی موضوع داره که باید همه چیز از جامعه ورداشته شود و حکومت هم یک حکومت استعماری و تماما پیشنهادهای دولت یک چیزای میانتیری است. دفتر مثلا اونا اگر بخواید برن جای یک مرکزیت پیدا بکنن، ببینن که تماما گروه شورای نظار و جنگ سالاران وی باشن که افغانستان تجزیه نشه، که افغانستان فروخته نشه، در حالی که همه جنایت و یومه امریکا، ایران و پاکستان جمع روسیه در شمال افغانستان کدره ایست، هیچ کسی انتقاد نمی کنن. و از دیگه سه به خود اینهی حملی که امریکا بالای سوریه کرد، فقط
آوادای ضرورت دولت روسیه را بر روبل با پول چین روسیه از چین میگیره و با پول روبل ضرورت های خود دولت چین از روسیه میگیره. بنام چون دلار از ارزشش یک کاسته شد کنی کار با قزاق و امریکا خوشش نمید اینان در هر جای سه دیگه نمی کل کرونا به ممیه پرده و روسیه و بعضی کشورهای دیگه هستنید او که مصروف میزاده که تا این پیدو خدا خوب بکنن. پرسان شما طول عمر شما دراز خدا حافظتان. تشکر هست. یک تحلیل مهم هست. نمیدانم اسرائیل خو غم خود اسرائیلی هم ببخشین سوریایی میخوره یا از خود زحمت داره، از خود مشکل داره. مشکلات ما مردم به حدی هم باشته شده در افغانستان. مرا یکان دوست ایرانی یکان جایی میبینم میگه آقا والا خیلی ساعتان تیر است خوش میگذره. گفتیم چطور؟ میگه حالا شما خوب پولدار هستین و تعمیرات میبینین و تلویزیون دارین و رسانه ها دارین، دور طالبانی تمام شده، خیلی خوشبخت هستیم. این عقیده مردم جهانی، مردم اکناف از جهان برای افغانستان همی است که تلویزیون فراوان شده، ستاره دارین و پنج ستاره و نمیدانم آهنگای افغانی رو در یوتیوب میبینن. میگه بیادر افغانستان آرام آرامیست و خوش میگذره بالای از اونا. همی ساز قیل ماندن هر چیز که دلشان میشه در افغانستان او را مرتکب میشن. همی چند کشوری که افغانستان به تاراج برده و اهداف طویل المدت در این کشور دارن، یعنی در حقیقت در اختیار امونا قرار داره. یعنی جان نیکلسن در خاک افغانستان چی میکنه در اونجا؟ فرزن همی قوای خارجی اگر جنگ علیه ترور بوده 16 سال ناکام هستن دیگه باید برن. مگر اهداف اونا بسیار طویل المدت هست، کشنده هست، بدبخت کننده هست برای مردم افغانستان. همینطور هستی رو بارها عرض کردیم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. آقای عظیم جان، عظیم جان، عظیم جان دیگه فیلم شروع کرده. خودش اینجا میتونی خودت صحبت کنی آقا جان. نمیفهم خب همی آقای قدرتی هم درست میگه والا بیچاره. از دست همی مردم به خدا همی تلویزیون ها رو به کلی مردم حالی میخوای دیگه خاموش کنه. مرا دوست ما گفتم یک پالیسی دیس سنسیتایزیشن دارن که همی اساسیت مردم به کلی به حدی برسانه که دیگه نفرت داشته باشه از گفتار سیاسی و تحلیل سیاسی. ای در ایران هم همینطور شده. آخونده میگه بعضی شبکه های تلویزیونی را در امریکا و در دیگه کشورها میگه پول میته که ما را دو بزنین، ما را فاش بگوین، ما را نقد کنین. هر قدر بیشتر ما نقد شویم، هر قدر ما را بیشتر فحش و ناسزا برسانین، به او حد و اساسیت موضوع گم میشه. باز هر کس میگه بیادر ایره خویم هزار بار شنیدیم. یه خانم بود به نام ملاله جویا، ایسه به مو یخن پارگی و دو زدن و چیغ و ایره از یخن بگی او را. او تا یک وقت بازار داشت، تا یک سال هم مردم بسیار چک چک کردن و خوش شدن که آفرین. یا بعضی برنامه سازای ما در امریکا بعضی خانوما نشستن و چیغ و گلبدین نادان و آدم چیغ، باز بسیار مردم که ولی قهرمان است کوی خانم. باز او ایستا ایستا دی سنسیتایز میشه. امی حرفا هم بازار خود از دست میته، مردم خسته میشه، باید یک چیز نو بشنون. در افغانستان هم ای آقای سیدی یک تحلیلگر ایراتیس یک باری را و امرای کارتوس هم زدن باید میمورد، پس زنده شد و دوباره دستیجا دیده میشه. یا یک چند نفر حرفوی همی عقب کمره های تلویزیون های طلو و اینجا میبینن همه این چیز ریکارد چالان میشه و مردم دیگه نفرت دارن اینا را نمیخواین دیگه ببینن. میگه چهره های از یاره که میبینن مردم تلویزیون خاموش میکن. حالی از دست عظیم جان هم ما باید تلویزیون ما خاموش شود در خانه های مردم.
بله سلام علیکم. الو دیگه عظیم جان دیگه من نبینم تو کی طرفا، اگر خودت ریکارد میمونی درست در غیر از اون یک کس دیگه است. ببخشی صدای خودت چرا از کجا میاد بیادر آجی صاحب؟ بگل این صدای من قدرتی مانده بود اگر امزاده پرچمی مانده. آه قدرت حالت بیناموس پرچمی. بله سلام علیکم سر. الو سلام علیکم. چنگه زازای صاحب خیر جوری بخیر؟ یلا فضل ده خطاب صاحب خسیت ده بارم یلا. خیر و خیریت سال ریسه. سلامت بسید. خطاب صاحب مونگا خپل دیتا پرگرام دیر که شوق سر آورو. رو؟ والا پاک دیتا تا عجر در کی زکری و لس پجا بخبری کری. تا جار سمان میره بانی. دقا بعضی کسان دیر اختیار سرم چی توی تلیفون و کی بخلطی فیل کری. او؟ او هغه دغه پروګرام لږ تخریبوي متاسفانه، الله پاک دې دوی ته هدایت وکړي. یو هغه کس چې هغه پښتون ولس ته توهین کوي او بل احمدشاه بابا ته توهین کوي، نو دغه خلکو ته دې لږ باید زموږ څه فکر وکړي. په صورت هغه پرون حمله چې شوې وه پاکستان سرحداتو کې، هغه د ولس لخوا په شا تمبول شوی دی. یعنی ولس ټول فتوحات ولس کړي دي، او افغان حکومت مایشی عسكر ورلیکلی دی او ته مهمات هم دی ورسول ځکه زه د هغه منطقي نه صحیح معلومات لرم. ښه ډیر له اوسه ته خو دې مغه منطقي درست او او کنه. نو پاکستان حکومت پالیسی چې ده د سیده چې د هغه خارجي پالیسی د هندستان یا د افغانستان په ارتباط د پوجیانو په لاس کې ده. دا د ملکی خلکنی هغه ورځ صدر اعظم راغلی او هغه افغانستان ته خاص چټی کومه نتیجه ورنکړه. او ما افغانستان خلک یو بل تکلیف لرو چې دمو ګډاګي حکومت هم هیڅ د اغزن تار په باره کې څه نه کوي، یعنی څه هغه نه اختیاروي خپل نظر. مرم ولسونه دا د پښتون ولس په ملا باندې دغه هغه غزول د اغزن تار دغه خلکو ته خوند نه ورکوي، دواړو خواوو ته خوند نه ورکوي. یعنې دا ولسي خوځښتونه دي خو لیډرشپ نشته، یعنی حمایه نشته. اولا خود دا ولست دی خدا انصاف ورکی، دا ولست وز دی چال تا دا شان کهی دا ولست راشی دا خپل قماندان دا خپل والی دا ولسوال دا گوداگیان دا دی لستونی اونیسی چه لعنت دی خدای دی پتاسوی. دلتا ما یو سایت دا نپیگم دا چه خیل نمیگی دی پختنو kohat.com، البته یو پختون ناست هم دا دی افغانستان پختنو تا هم دا تانی ورکی ای پختنو چالته دی امریکا هغه خوری ډوډۍ خوری، ای غلامانو، ای دا دسه هغه چولای چو دا غلمغالی چولای دا غاړه چیری صاحب د افغانستان پختانی دومره هغه کړی صاحب تحقیر کړی چې تاسو د امریکا غلامان یې، تاسو دای موږ پختانی د خوا کې آزاد یو، هر څه چې روسی کوي د موږ وطن نه، تاسو وشرمیږئ او جهاد نه کوئ، وزدې زی امریکا ته غلامی کوي صاحب. او رښتیا هم وایي دغه منطقه کې خو ډېر کلک جهاد روانو، دوی یوازې دی چې د پاکستان خود یې سره دې دعوې دنګلي وکړي، خو اوله دې لاړ شي د حکومت سره یې تصفیه کړي چې د تاسې ماشونه تاسې خوري، عزت تاسې کېږي، سرې قالینې تاسو ته وارېږي، چور تاسې وکړي، د موږ پیسې په نیمه لاره کې تاسې پټوي، او بیا راځئ دلته یې تاسې جنګونه موږ کوو. دغه باید له خپل حکومت سره یې تصفیه کړي صاحب. تا خو خوځښتونه خو روان دي، یعنې د امریکا په ضد هم روان دي، د پاکستان په ضد هم روان دي، خپله دغه د غله حکومت په ضد هم روان دي. نو خپل خلکو خپل هغه کوي، خپل کوشش کوي. خطاب صاحب تا خبره هم درسته ده. همدا وایم دا ملت راشي پاکستان سره دعوا وکړه، ملت راشي چې ولا هغه راشي له خپلې خاورې دفاع وکړي. طالب ډېر دا طالب خو طرف واقع نه ده له حکومت سره، تنها طالب ده. زم یم تم یم دغه وسیم هم تاغه گیو زد طالب اغه یم دی حکومت دی افغانستان یم زد یم دغه فساد یم زد دغه فحشا یم زد یم دغه شو خاین حکومت یم زد اغه یم د مواد مخدر چې ما تقریبا 4 میلیونه سړی او خزی او نرو بچان دماغ کړی دی، مخموره کړی دی، زد غو یم زد دی یم چې ما وطن دغه ته خو دی اما چا بابا نو مخلی دی، میرویس خان نو مخلی د لوی لوی افراد و اشخاص نمونه اخلی توهین کیگی. اصلا توهین خود دغه خلکو کړی ده چې د احمدشاه بابا، د میرویس بابا، د ټولو لونګۍ په مځکه ویستلې ده.
چې دا د حکومت قبول هغه کړی منلی ده، د اشغال یې منلی ده. نه پوهېږم شاید اشغال هم باید ختم شي. ما په نظر دعا به کوو او چې دغه ظلمونه د پښتانه چې څوک وژني، که امریکا دی که روس دی که پاکستان دی که د ګوډاګۍ حکومت دی، نو دا دې خدای پاک وکړي چې دا ټول ختم شي، افغانستان خلک په سوله کې. نه خو هغه خو خدای خو خپل کار کوي. موږ ته یې ویلي تاسو هم کوئ چې موږ له تاسې له طریقه خپل قدرتونه ښیم. دا چې دا ځاځی صاحب نو څنګه یې کوي؟ ښه بس الله پاک دې ښه خوځښت پیدا کړي چې دغه ټول د افغانستان خلکو مشکل پکې. انشاءالله انشاءالله خدای دې وکړي. ډېره مننه او تا جار سم ډېره مننه له تانه. بلې سلام علیکم. بلې 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 سلام علیکم. بلې سلام علیکم. څنګه ورور جوړې په خیر؟ دغه مه وایه چې چا څه وویلي، ته څه وایې؟ دا ووایه ښه مهرباني. دغه خلک خو څه ورځ ورځ پېژنې، ضرور نه دی چې تاسو ته مونږ درس درکړو. دا زما ګستاخي به وي، نو فقط په خپل موضوع کې چې ضرور نه دی چې هر څوک راځي دا تلویزیون خبرې وکړي. دوه نفره درې نفره ستا په کار دي. ښه په هر حال ستا موافقت مې افغان ملت موافقت غواړم. هغه خبره چې ما پرون اشاره په جو کوله وختم کم و، جناب خطاب صاحب هغه د جنوبي هغه پښتانه و چې هغو په مقابل کښې ودرېدی. درست دی، ستا خبره زه منمه چې رښتیا هم نن د دولت په ضد کښې باید ودرېږي، دولت باید نسکور شي. اول خو دا بدین باید معلوم شي. دغه د خاطره ما یو اشاره طالبانو ته وکوله چې تاسو هم ځل موضوعګیري معلومه کړئ چې تاسو ته د پاکستان ګوډاګیانو دا دا وایي. تاسو باید ووایئ چې د افغانستان د خاورې په هکله، د افغانستان د آزادۍ په هکله مونږ ته طالب او امریکا برابر نه دی، فرق نه لري. دلته که چېرته عربستان را ایشي، زما په هکله دغه یوه خبره ده که چېرته روس وي که امریکا وي که طالب که پاکستان وي، دغه موضوعګیري ډېره وطن پرستانه ده چې کله کله زه وایم چې دینداری درست دی، ولې وطنداری او وطن حب وطن بیا د دینداري نه هم ډېره زیات ارزش لري خلکو ته. نو بنابراین دغه اندازه چې هلته راجق شو د پاکستان پولیس هلته وځپل، هغه پښتون سړي چې زما اشاره وکوله هغه خولې په لاس کښې ووایه، ګوره دا مونږ پښتانه ولولول دغه جنوبیوال. په هر حال دغه زمونږ ټول او ټولو ملیتونو، نو د دوی وحدت مونږ د افغانستان او د افغانستان د ګوډاګي دولت چې د امریکا په اشاره باندې راغلی دی، مستقیم اشاره مستقیم حکومت باندې راغلی، دا ډېره مهمه خبره ده چې څنګه ملت یو ځای ودرېږي. نو راغلو دې ته چې کتاب صاحب، انسانان چې هر نظر لري دلته ډېره ماجرا خلقوي. دغه تلویزیون هم نامدهي په ولیدانه نه نامدېږي. هر څوک راځي لکه از انجان فلانی، دا خبره وستا اجازه نه ده، زینم نه کوم تا دونه ورته وایم. آقا ما فکر میکنم از انجان نبود و کنم کسی ثبت کرده بود صدای عظیم جان میماند که این عظیم جان پشتونه دو میزنه دیگه. محمد تو عطس زدم خود عظیم آمد مونتا و دانی از اون مطور خدا خلق کرده چطیات میزنه. امیال هم دیرون گفت که من تلویزیون درست یافته و تلویزیون شفیعی را یافته که دو اونجا میره دو میزنه، در اینجا میره باید میگم چطور نیخوا دو که میزنه خود برای دیگه پا فکر نمی کنه. من اصلا دیگه سر انسان ها فکر نمی کنه. اونا شکست خود هستن رفتن پشرای، زنده باد ملت، زنده باد افغانستان. بله تشکر دیره مننه. از دیگه اگر دو چاری درد ما رو میکرد خب ما اولین از خود شروع میکردم. هر بد اخلاقی که بود من میپذیرفتم. شخصیت خودم تا حدی که برای ما دین اجازه میداد امورم قربانی افغانستان میکردم که یک چند نفر از غم و غصه به امان باشه. مگر دو خود چاره نمیکنه جزی که دیگه مشکلات فکری رو خلق کنه و خود آدم پست و پچگیر معلوم شود. او را باید چی میگه، هر گلی را که میزنه به سر خود میزنه. کسی دو زد مگر منطق خداوند برای چی داده بر انسان که متمایز ساخته از دیگه مواشی و حیوانات و زنده جان ها همیست که انسان با منطق و با در روشنی برهان باید صحبت کنه. بله سلام علیکم. بله الو. بله سلام علیکم. و علیکم سلام. چه حال دارین صاحب؟ خیر و خیر. آقای محترم آقای عمر خطاب، سلام و احترام تقدیم داشته جانجوری شما را آرزو دارم.
همچنان خوبه. خواهش می‌داریم که حالا به راهنمایی و همکاری مانوی دانشمندان، سیاستمندان، مردم عوام داخل افغانستان را از رفتار خلاف کرامت انسانی، ظلم، بیدادگری، تجاوز جنسی و تنفروشی میراث‌خوران تنظیم‌های خودساخته، جنگ‌سالاران قاچاق‌بران که به سر اقتدار نباشند نجات بدهد. زیرا دار و دسته حکومت وحدت ملی دستشانده پلان شومی را به نام ثبت انتخابات درآمد پیدا میکند، در حالی که مقصد و مرام این ثبت نام انتخابات نزد بسیاری از مردم معلوم شده میکند. حتی کمیسیون انتخابات فعلیت تعیین شده در این مورد آگاهی ندارد. چیزی در داخل بدن داخل هر چی راز نفته است. زیرا اشرف غنی، عبدالله بربک، وزیر داخله و چند نفر دیگری آنها خیش را ثبت نام انتخابات نمودند. معلوم نیست که کاندید کدام کس میباشد. وطندارون عزیز، از اخر سلیم خیش کار بگیرید. هر بزرگان فرمودند آزمودن و آزمودن خطاست. از محال ثبت در محال ثبت نام انتخابات شتاکار نکنید که من بازا خدا ناخواسته در اثر انفجار از بین رفته و گوشتون قطع کردند. زیرا امنیت وجود ندارد. تعداد زیادی ولسوالی های ولایت به خاک افغانستان نزید در تصور گروه طالبان می باشد. حالا که دومین روز ثبت انتخابات می باشد در روایت غزی جنگ جریان دارد که در اثر این جنگ کماندان امنیه کشته شده و تعداد زخمی گردیدند که بجز تسلیت دادن اشرف غنی نتیجه دیگری ندارد. عبدالله به پدر و دروغ اشک می ریزد. با احترام. تشکر. یک چیزی که طالبان کده می تانه بسیار جالب است. تبریک حاجی صاحب فرمودن خب نصف افغانستان اگه به اونا تعلق داره خب میگه خب خود کندید که بیادر اگه واقعا رای خودت شمرده میشه خب بیاد این مناطق ما و کسایی را که ما میخواییم اونا را صندوقایشان اجازه میتیم که به اینمی آدم اگه رای میتین بیاین. در غیر از او اگه او شخص دیگری اول خور اختار میته او بالش میسوزه که بیاد او طرف خود کندید کنه ده او منطقی که طالب حاکم است. طالب نماینده خود میتونه سه 40% خاک افغانستان هم نماینده های خود روان کنه. یعنی غیر مرئی، یعنی در خفا میشه یک طالب در حکومت راه داشته باشه. این بسیار جالب است برای ما. فرض کنین در غزنی در یک گلسوالی طالب حاکم است. اما منطقه به دست طالب است. و طالب مردم هم میگه برادر برین برین این شخصی که خدا کندید کرده یکی از افراد طرفدار ماست، برای ازی آدم رای بتین و صندوق همی آدم را پر کنین. او آدم دیگره. در لوگر یک وقتی بسیار جالب بود سه یک وقت ظاهرشاه ما در این سینین 7 و 8 مکتب بودیم. یکی از دوستای ما خود کندید کرده بود بزرگان قوم. یک شخصی بسیار با رسوخی هم بود و یک چند تنی دیگه هم برای شورای افغانستان و برای سنای افغانستان خود کندید کرده بوده. در می آخر معامله صاحب تقریبا بعد از یک سال جانکنی و پول جیب مصرف شده صاحب ایرانان به تیور عذر کو صاحب یرفا بالاخره یک ملا به نام مولوی محمد نبی محمدی صاحب و باز یکی از سران عمرای جهاد هم در وقت جهاد بودن اونا صاحب آمدن خود کندید کردن بالای اون صندوق که انتخابات عکس خود با پتکای و ریش و اینا زده بود و باز در اونجا نوشته بود که شما میخواین برای قرآن رای بتین کسی که قرآن میخوای عمل کنه یا برای یک چند نفر دیگه میخواین رای بتین که اونا هیچ نمیدانن حتی قرآن قرائت کرده نمیتون. این شما باور کنین این کشور قدر یعنی زیر امو خود تاثیرات دینی واقع است. راست میگه آدم خب ما برای قرآن باید رای بتیم. این کشور دین است. برای از واقع ما رای بتیم مانای ازی که یک آدم بیدینه به شورا فرستادیم به ایسی نماینده نان و آوی و دیگه کسا را نوشی جان کدن سه برای یک سال و سه نعمات و شعباز از او را شنیدن رای برای از ملا دادن سه امی صندوق ملا 3 برابر و افراد و اشخاص دیگه که پول مصرف کرده بودن بالاخره یادم برنده شد. طالب هم میتونه از امی این پالیسی استفاده کنه.
شاید شورا یک 30-40% از نمایندگان طالب در اونجا را بیاورد، یا در شوراها و ولسوالی ها و ولایات. برای ما جالب است ولی چیزی که همین فعلا دارم کلمه خودتون کرد. بله سلام علیکم. الو بله سلام جلال محترم آقای خطاب. و علیکم سلام، بفرمایید صبح خیر و خیری. لطف میکنین شما صحت سلامت باشین. اول خجاب میکنه در مورد انتخابات خدمت شما عرض بکنم. انتخابات که از اصول اساسی دموکراسی است، اصلا در افغانستان معنای دموکراسی وجود نداره، خود دموکراسی نیست. این مطبوعات آزادی که ما نامگذاری کردیم، این مطبوعات اصلا از چوکات ادب هم بیرون هستن و در پالو هر کدامش از یک منبع اینا معاشخوری هم هستن. در ارتباط چون افغانستان کشور اشغال شده است، امروز باید درک کنم ملت دیگه ملت ها که امریکا در هر کشوری که میره بر منافع خودش از مثل سوریه، عراق و کشورهای مصر و در افغانستان هم اینا منافع خود را دارن، منتها در دراز مدت بر قسمت منافع خود دینمی حکومت دست نشانده همراهشان است. انتخابات در جایی است که در اوج آرای مردم احترام گذاشته شود. وقتی که آرای مردم احترام گذاشته نمیشه، اوج بخش حقوقی کلا از بین میره و انتخابات کلا تقلبی است که از امروز سازماندهی شده میره. دیگه موضوع در رابطه با تلویزیون خود شما بود، بعضی‌ها تو گویا میگن که یعنی هر قدر شما بیس مردمی پیدا میکنی، با مو اندازه تلویزیون شما مردمی شده میره. هر کس حق داره در این تلویزیون صحبت بکنه، اگر چی خوب میگه چی خراب، اگر خراب میگه گپ این از ادب دور باشه، اون مربوط به خود شخص میشه، مسئولیتشون به خودش است. اما یکی از اصول خود یعنی ادب در اخلاق و ادب در تلویزیون همیز کسی میشنوه باید امو شخصیت انسان امو شخص باید در نظر این خودشون و صحبتش انعکاس میده. ما غیر اختصاصی بسازیم به یک گروه، این از بیس مردمی شما خارج میشه. بنان اون کسایی که نظر داره شد نظر منفی باشه در مورد شخص شما به هر حالتش. موضوع دیگری که یادآوری است که در قسمت پاکستان باز دوباره دمر زد و خوردا میشه. شما ببینین جناب آقای خطاب، ما به نام موضوع دیورند یا موضوع پشتونستان از 80 سال به ایسو ما در قسمت بودجه افغانستان برایشان تخصیص قائل می شدیم. امروز هم ما زیادتر در قسمت عمومی در تقاضا داریم، مثلا در قسمت تقاضای خاک، در حالی که در زمانی که دیروز هم همی یاد شد منتها کمی از حقایق تاریخی دورتر بود. در زمانی که خروشچوف و بلگارین در زمان صدارت داوود خان به افغانستان آمدن، اولین پیشنهادشان همی موضوع پشتونستان بود، دایه پشتونستان. اونا بر ما لقب دادن که همی حزب دموکراتیک خلق در وقت باز دوباره از جمله خواستهایشان شد و این جزء قانون اساسی در افغانستان شد. روز تاریخ نوع سنبله به نام جشن پشتونستان در افغانستان یادآوری شد، به خاطر از اینکه هند در وقت از جمله متحدین اتحاد شوروی وقت بود، هند چون ضدیت با پاکستان داشت و این موضوع را به طرف شوروی ها قبولان با مقدار پول و 2 میلیون دلار هم بر امو بر دولت افغانستان هم داد و 1 میلیون هم بر حزب به حساب نشنل عوامی پارتی در پاکستان. این معضلت تا امروز ادامه داره و ما امروز که ضرباتی را که میخوریم گویا از طرف پشتونستان، امروز اگر اون ملتی که در روز زندگی داره اون پشتونایی را که ما نان دادیم او میدیم و تابال هم و نام دو سره از دو طرف میخورن، امروز باید طرف خود را معلوم میکنن، افغانا را اونا شلیک میکنن، افراد را میکشن. یک نفر پشتون دیورن در موج استاد نمیشه در اون طرف خط به طرفداری افغانستان بر علیه حکومت پاکستان مظاهره بکنن. ولی متاسفانه اونم میبینیم طالب هم از اونجا میخیزه. امروز قضیه تروریسم یا تروریست کلن در محور فقط معادن نفت و گاز اینا چیز خورده و یکی از خواسته های اصولی اساسی همی استعمار ناامنی شدن در افغانستان. بله، چه پاکستان ما را ناامن بسازه، چه طالب کلش بر داعش همش بر منافع امریکا. اگر در اون طور نباشه چطور میتونه که همی طالب در قطر گویا حکومت نماینده هایش اونجا برد، در صورت که اینا با امریکا دوستی نداشتن یا فرض میکنین ابزار نباشن. راه بیرون رفت فقط صلح است. صلح را ما باز هم میگیم از طریق اصول و نجات افغانستان. محترم شاقاخان مجددی در راستش از این طریق مردم میتونه هم به وحدت ملی نزدیک میشیم، هم اتکا به قانون اساسی میتونیم، ما دستاوردهای خود را داشته باشیم. تشکر. از بسیار موضوعات زیاد قابل بحث شما بلند کردیم. اول در رابطه با تلویزیون، اول خود ما کدام ایناد شخصی با هیچ کسی ندارم که با ما با او خود طرف واقع کنم. اول انرژی زوره، من نمیخوایم با جنگ و انتقام با کسی
صرف کنم. انرژی انسان باید به طرف معطوف شود که مولدیت بار بیاره. به اون لحاظ ما در اون بخش بیشتر کار کردیم. ذهن ما بیشتر پاک است در برابری که کی طرفداری کی است و جانبداری است کی میکنه. در اون لحظه معین یک بیان خودم میدارم، یک مخالفت فکری ما یا عقیدوی ما بیان میشه. او را من متهم نمیسازم که شما چرا تو فکر و عقیده دارین. ما میگم که اینی منطق هم درست است که آدم باید مقایسه کنه. و یا یکی میاسب که فلانی قهرمان است و این قهرمان است، به معتش شعلور مردم افغانستان بارود پاش میکنه. او به خاطر اتفاع امو مردم هم ما یکان حرفای را تند بیان میدارم که مردم خرسند شد. باید بسیاری مردم تلفن میکنه که همین واقعیت بود و ما بسیار خوش شدیم تلفن نزدیم و ایچه. اما دیم بالای پشتونستان، اول خود دایی پشتونستان در افغانستان، ما در وقتی در رادیو گوینده بودم و نطاق بودم، دا پشتونستان زمونگ. یعنی دایی پشتونا را در او وقتی که داود خان و زایر خان بودن اتو دایه مطرح نشده بود که خاکای ماست. ایم گفت که این پشتونستان یک ستیت آزاد مثل که امروز بنگلادش جدا شده از بدنی پاکستان، یعنی می تو یک ستیت آزاد باید باشه. یعنی گویا چی میگه دایی شیرین تر از مادر، همه طور یک چیز بود. در وقتی از او خب اتو نبود که خاکای ماز دادی مگه افغانستان دا و دایی مگه پاکتانی دی. ما خود در اونجا صاحب در رادیو بودم، شعاری از او را من خودم قرات میکردم. میخواستم که خود ارادیت داشته باشه. غفارخان ما میره میگفت وقتی افغانستان داخل میشون، اونجا هیچ وقت این مسئله مطرح نشده بود که این خاکای ماز سیر ما به ما تعلق بگیره. اونا اونجا مطرحی بود که خود پروگرام پشتونستان، تبلیغات مورد پشتونستان همی بود که یک آزادی برای پشتونای اون طرف سرحد میسر شود که یک ستیت آزاد باشه. و غفارخانم رئیس امی صوبه سرحد به نام پشتونستان عنوان کرده بود امی باشه. این را شما یکمه که تفکیک کنین، متمایز بسازین. آمدیم بالا ای که مسئله دیورند و ای عرفا و که خاکای ماست، اول همی خاکای خود ما زیر یک سلطه قرار داره. کل افغانستان هم امروز به حساب اشغال هست. ما همی افغانستان موجوده از ما نیست. در حقیقت یک کسی که در افغانستان نفس میکشه واقعا میخواهی که بدانه در یک کشوری که خودت آزاد نیستی، رأی تا کس نمی شماره، تقدیر تا دیگه کس تعیین میداره، به آب و هوای خودت دیگه کس داره، فضای زیر سلطه از اونا زمینه، افغانستان زیر سلطه خود از اونا قرار داره، نان و آب از بیرون برتان میاد، پول از بیرون میاد. دیگه شما زندان چی میگین؟ خود زندان هم عین حیثیت داره که شما را در یک زندان میندازه، نان و آب میده، سکیوریتی و امنیتتان هم یک زندانبان میگیره. خود افغانستان همینطور یک چیز ما فکر میکنم موجود از زیر دموکراسی و اینا همه چیزا رو تیر میکنن و کل طالب میه و باز خام قرد میکنه شما رو پاکستانی طور کرده. من میگم این خط دیوران باز بگذارن با موقعی که یک کمی آرام آرامی شوه. این وقتی که زورت نمیکشه و صاحب غال مغال و بی جای همیال گفتم افغانستان زیر یک سلطه قرار دارد. باز چی خواسته که شما برین و خاکار فرض کنیم فردا همی پاکستان بگه خوب با همی پشتونه ای سرحد و همی تا اتک بیاین از شما باشه. او خو از ما نمیشه، او از امریکا میشه. مثل که انگلیس قرارداد با قرار است با عبدالرحمن خان بسته یا با امان الله خان قرارداد لاورپیندی را، این خاکا با انگلیس تعلق گرفت. امروز پاکستان آمده یک استیت تعیین کرد، درست شد بعد از پارتیشن با هندوستان، استقلال هندوستان پاکستان به وجود آمد و پاکستان هم سرحد ما شد. اصلا این خاکا در وقت انگلیس از دست افغان ها رفت. دیگه کما که غامز میشه این مسئله، ایر آدم باید غرض نگیره، با موقع از او ایر مطرح بسازه. این مسئله نوام نیست، چه از او صد سال میگه از او قرارداد و پیمان میگذره، وقتش هم گذشته. هر وقت افغانستان می توانایی را داشت، اولاد و چی میگه نسب بعدی افغانستان باید به ترتیب مسئله را مطرح کنه که در او وقت توانایی امی خواسته را داشته باشه. امروز ما زور امی را نداریم که طالب نمانن کی طرف بیان. باز به خاکارم بتین و قد دیورن و لگ با نمیتانم سب. ای تمتراک ما افغان هایی چیز از بین نمیره. ای دمو گل و مغز
ما در گل و خمیر ما هم تو عجین شده گفته بازی. دوستان عزیز برمیگردیم بعد از پخش اعلامه. آیا می دانید در طول 24 ساعت چه مقدار سم یا تاکسین از طریق خوردن، آشامیدن، حتی نفس کشیدن وارد بدن ما می شود؟ آیا از سردرد، کمردرد، تغییر مزاج، افسردگی، خستگی، فراموشی ذهن و ضعف سیستم ایمنی بدن رنج می برید؟ بایومجیک درمان شماست. روش قدیمی و معجزه‌گر ژاپنی برای دفع سموم اضافی از بدن. چسب‌های 100% گیاهی بایومجیک بدن شما را در خواب از سموم ضرر‌آور تصفیه و پاکیزه می‌کند. چسب‌های بایومجیک را شب‌ها قبل از خواب به کف پا بچسبانید و صبح روز بعد با درآوردن آن متوجه سیاهی آن چسب ها خواهید شد. به مرور و بعد از چند روز چسب ها کم رنگتر و کم رنگتر می شود که نشانه دفع سموم اضافی از بدن شماست. همین الان تماس بگیرید، یک بسته بایومجیک را مجانی دریافت خواهید کرد. برای سفارش چسب های سمزدائی با شماره 818-884-7018 تماس بگیرید و یک بسته بایومجیک را مجانی دریافت کنید. اگر می خواهید سفر مطمئن را با خدمات، سرویس عالی و استانداردهای بین المللی در تمام کشورهای دنیا داشته باشید، اگر می خواهید سفر حج فرضی و عمره را با تضمین و قیمت مناسب دریافت کنید، اکرم تریول ایجنسی، یک نام آشنا در عرصه خدمات ترانسپورت هوایی و اخذ ویزا و تجارب 20 ساله کاری در خدمت شما. بفرمایید انگامه جان، سفر خوش باشه، با آرزو دارم. تشکر از شما. ما تمام سفرهای خود را به هر کشور جهان با اکرم تریول تنظیم میکنم. سفر خوش، راحت و مطمئن. هامبورگ، شتایندم 97، برلین، شترومشتراسه 22، اسن، فیگوفاپلاتس نمره 10. فروشگاه کانفورت و غوز انگول در هامبورگ بلشتید. این فروشگاه بزرگ موبل در هامبورگ با سابقه درخشان 7 ساله عرضه کننده بهترین موبل از مشهورترین و بهترین تولیدات ترکیه در خدمت شما. شما می توانید در این فروشگاه بزرگ انواع مبل های مورد پسند خیش را از قبیل مبل اتاق خواب، اتاق طعام، تخت های خواب، کوچ و چوکی، فرش های مرغوب، پرده ها با رنگ های زیبا و قیمت های کاملا مناسب خریداری نمایید. جهت سهولت بیشتر شما بخش دیگر این فروشگاه در آلستن بیگ کانفور با مساحت 1800 متر مربع با تمامی اجناس تذکر یافته در خدمت شماست. فروشگاه ما اشیای مورد ضرورت شما را با قیمت مناسب منتقل نموده و خدمات ترمیماتی را انجام می‌دهد. همچنان پرداخت ها به شکل قرضه از طریق تارگو بانک نیز میسر است. حبیب نوروزی شرکت، هامبورگ، جرمنی. به افغانی خواندور وچو میوو دخپل و میلمنو هر کلی وکری. در افغانی پخلنزی لپاره توکی او مسالی ستاس و دسترخوان تر رنگ، خوند او کلاور بخی. د ودونو او محفلونو لپاره خایسته او پخکلو ډیزاینونو افغانی او هندی کالی او گانی دلته موندلی شي. د حبیب نوروزی شرکت په عمده او پرچون ډول د آغلې فرخنده حبیب په مدیریت ستاسو په خدمت کې.
چوپان کباب رستورانت جدید افغانی در شهر هامبورگ، اشتایندم شماره 32، با غذاهای حلال خوشمزه افغانی شامل انواع کباب ها، کرایی، چاینکی، دو پیازه، لونگ، همه روزه از ساعت 11 روز تا ساعت 11 شب مهمان داشت. چوپان کباب با سالون زیبا آماده تجهیز از محافل شما و فرمایشات خارج از رستوران شماست. این بیست امرای چوپان کباب در کنار سایر غذاهای خوشمزه، ساندویچ لذیذ را و شیریخ افغانی را ارائه می‌دهد. چوپان کباب، اشتایندم شماره 32، شهر هامبورگ. آریا زرگری ستهای طلا و جواهر زیبا و گرانبها را با دیزاین های کلاسیک و مدرن و قیمت های مناسب برای شما عزیزان عرضه نموده و تا یک سال به صورت رایگان ترمیم می کند. ما طلای شما را مطابق نرخ روز با پرداخت پول نقد خریداری می کنیم. آریا زرگری لوازم عروسی و شین خوری شما را از قبیل کنچه، سبد و کارت های دعوت تهیه می کند. سالن کترینگ با تهیه غذاهای حلال و متفاوت با طعم و کیفیت عالی میزبان محافل شما در کشورهای آلمان، هلند، بلژیک و فرانسه با کادری مجرب و سرویس دهی عالی در خدمت شماست. همچنین سالن پذیرایی 4 ستاره ما در شهر افنباخ آلمان با مدیریت آقای محمد عظیم نصیری We have cared for the health of others for so long because we believe no one should go without proper care. Today, we continue to save lives every day from sickness and disease. Right now, you're providing emergency medical care in Yemen, mobile clinic services in Jordan, supporting an oncology ward in South Africa, and helping clinics here in the United States. You can help create a healthier world by donating today at irusa.org. 25 years together. خاطره زیبایی های زندگی مشترک را از لندن آغاز کنید. لندن شهر رویاها. بیایید شب عروسی خیش را در سالون عروسی کابل برگزار نماییم. سالون عروسی کابل با گنجایش 200 نفر مهمان با پیشکش نمودن غذاهای لذیذ و خوشمزه افغانی در خدمت شماست. اداره سالون عروسی کابل تحت سرپرستی خانم ماریا رسولی که یک نام شناخته شده در قلب ساوت هال شهر لندن است، با سابقه 18 ساله از شما پذیرایی میکنم. بر علاوه محافل عروسی، شما میتوانید هر نوع محفل خوشی فش را در سالون عروسی کابل برگزار نمایید و عنقریب شما شاهد نمایشات تئاتری و موسیقی در این سالون نیز خواهید بود. آدرس: سالون عروسی کابل، ساوت هال، شهر لندن. نمبر تلفن: 0285743018 و 0785352596.
ګران دوستانو سلامونه او احترامونه بیا هم ستاسو خدمت کې البته په همدغه موضوعاتو به سره خبرې کوو. یک ایمیل از یک خوار ګرامی ما پروانه جان لطف میکنن هر وخت برای ما یک ایمیل میفرسته بسیار با محبت و احترام ما هم برشان احترام میگذارم. اتفاقا ایمیل از اونا رو ما میخوانم چون چیزای نو نو دارن. ما دیروز مرا نقد کردن که ایمیلی که برای ما میرسه او رو ما دیلیت میکنم. چرا؟ برای از اینکه کتابم وقتی ما میگیرم یک کسی یک کتاب برای ما اهدا میکنه. اما کتاب مورد علاقه من نیست و ما قدر وقت ندارم که کلی کتاب مطالعه کنم. شاید یک فصل از زورا یا فصل کنیم مقدمات از زورا ببینم که ما امو معلومات کار دارم که بخوانم مطالعه کنم. در غیر از زورا دم کتابخانی خود میمانم باعث یک معلومات اگر کدام روزی کسی خواست مطالعه کنه و مورد علاقه بوده. در ایمیل هم همتور است. در فیسبوک هم همتور. در فیلم ها هم همتور است. شما هم فیلم هایی که به بازار میاد خب نمیرین تماشا نمیکنین. دیگه نمیفهمی گپ چرا. ما ایمیل هایی را که از بعضی دوستا افغان های ما میرسه و بارها اونا را ما مطالعه کردیم بالاخره به این نتیجه رسیدیم که همی آنچی او میگویه و بیان میداره و به درد ما نمیخوره زیای وقت است برای ما. مگر از پروانه جانم میخوانم باز مسئله پشتون یاد کرده میبینم که مرگ تعصبی از اونا طور خورده که شما گفتین 2 میلیون رای بیشتر اشرف غنی. ما ذره ذره 2 میلیون خو یک اصطلاح واره شده که یعنی مقصدی که آرای بیشتر اشرف غنی داشت هم از ازبک برد و هم از هزاره را و هم از پشتون اکثره از او ما میتونیم. در افغانستان خو ما با احتیاط پیش میریم حدس میزنیم. اونجا مطلق شما آرای سرنشین افغانستان رو شما ندارین که همیل چند نفر در افغانستان به سر میبرن. چند نفر بیکار است و چند نفر نمیدانم چی هست. اما آوازای سر چوک و ای که به صورت تخمین مسائل به پیش میره بنان ما صرف به مو گفتم این منظوری ما این نبود که آقای اشرف غنی خوب شد 2 میلیون رای برد و عبدالله بشار بد آدم از سویت راست. این روند مسائل ما تشریح کردم. تو جانبداری از کسی نبود. ما هم آقای اشرف غنی صاحب رد کردیم چون با ناتو هم کار هستن. افغانستان رو در یک اشغال قرار دادن. حکومت مسخره را پذیرفته و هم عبدالله را در او بخش خدا کنه که فکر از اونا صاف شوه. همی چی میگه تعصبات فکری ما باید ما را آزار نده و ما را باید بشناسن. یه وقتی که باز اشرف غنی سکته میکنه و که چیه نمیدانم باید بیایه و آقای گلمجم باز از آرای از او استفاده او را کلگی همه گی استفاده کرده و دیگه هم اولاغ مولا نصرالدین و هری که سوار میشه و پایان میشن سه همونطور یک چیز است و هم پول کار داره. او نه بیادر رسوخ کار داره و نه بیشتر دعوای اسلام داره که بیشتر بدنام میشه و که سیانام میشه. آقای اشرف غنی هم باعث یک وسیله و کتلست از او استفاده میکنه و دیگرها هم سایرین هم امیکار در طول تاریخ کرده. بالای اشرف غنی حمله کرده چون فکر میکنه که من مدافع امی حکومت و آقای اشرف غنی هستم. ما در تاریخ خود پشتونهای مرد با وجدان داشتیم چون میرویس بابا و امان الله خان که تا امروز به نامشان افتخار میکنیم. دیگر این که سر تلویزیون خود بیشار من هست و نمیدانم مدبر نشو متکبر البته منظورش. ما هیچ وقت به علای تلویزیون بشار افتخارم نکردیم. یک مسئولیت است ولی تا 2 بینی رسیدیم خوره که گل. یا خودت بخیر بیایی جلوی تلویزیون به دستک خودت بتوم با زمین ارشادات مفتی که در خانیت نشستی و کار میکنی با تلویزیون ها رو میگی تکراری میبینی اما خب فرصت خودت نداری به اون زندگی که خودت مصروف هستی برای خود جمع میکنی مور واری میاری و دم خانگه کلانگه که و ما که باجی هم تو فیل پایکر تلویزیون هم میکشم و 24 ساعت نشرات براتون دارم. بعد اگه چی تکبر کنم با یک چیزی که بالای شانه های ما بار باشه بار خدمت برای شما. دیگه او را گپه که تانم پس بگیرین و نمیدانم خداوند خودت هم اصلاح بسازه و مرم دیگه بخیر. بله سلام علیکم. بله خطاب صاحب سلام علیکم. و علیکم سلام. چی حال داری بیادر؟ سلام احترامات خدمت شما و تمام بینیدان. خوش هستم شما رو صد میبینیم. همچنان دالا بفرمایید. هر شبه من در سال 1985
در پشاور بودم و در حیات آباد بله. امین ولی خان پسر عبدالغفار خان هم در حیات آباد زندگی میکرد. یک روز امرایش از پیش خواهش کردم یک مصاحبه کردم، گفتم مصاحبه کردم، از مصاحبه سوالای زیاد بود، چند سوال کردم، گفتم چطور شما علاقمند از این هستین که با افغانان متحد شوین یا نشوین؟ گفت ما از قبلن بودیم، وقتی که ما از هندوستان جدا شدیم خان صاحب عبدالغفار خان علاقمند از این بود که با افغانستان، مردم در وقت پاکستان بسیار ضعیف بود و قدرت زیاد هم خان عبدالغفار خان داشت، ما علاقمند از این بودیم که ما با افغانستان یک جای شیم. اما گفت که به ما هیچ علاقمندی نشان ندادن و ارتباط نگرفتن و ما گفتیم اگر ما خود ما اونجا علاقمند شیم شاید اینا ما از حراس از چیز کردیم، از هاشم خان اینا کردیم که میشه که مثل غلام نبی خان چرخی واره یا ملکیار واره پدر ما رو خان صاحب در زندان نندادن و ما رو از بین نبرن. اگر نه در اون وقت ما میتونیستیم، خان صاحب میتونیست که می پشاور مردم پشتونیش متحد به افغانستان تسلیم کنن و گفت که ما را در ایسه ما بسیار نامردی کردن. ما گفتم کی نامردی کرده؟ گفت که جنگ چیز امیر امان الله خان گفت کل پشاور را گرفتن تا حیات آباد. بعد از او گفت که من نفهمیدم که چرا امان الله خان مایده لاهور را امضا کرد که پول گرفت که نگرفت. ما ناموسش بودیم، ما را چرا ایلا کردن؟ ما ناموسش بودیم، ما افغان بودیم، کت ما بسیار نامردی کردن، ما را ایلا کردن، کت ناموس خود ایلا نمی کنم. مگر امی کل انترویو را اگر بخوانیم سه بود طولانی میشه و خلاصی شد کتایش میکنم سه و ما امی صحبت شد گفت که ما را ایلا کردن، ما ایلا کردن خاطر تصمیم نمیشم. گفتم حالی چی میخوایی؟ حالی میخوایی که به افغانستان یک جای شوین نشوین؟ گفت نه، مون زانت پختونستانیو، مون زانت پختونستانیو، بله افغانستان یک جای نمیشیم و ما از مون زانت پختونستانیم. منظوری مزید که اون مردم امیر داود خان آمده بود، اون مردم هیچ وقت با ما یک جای نمیشه. این مسئله پختونستان باید حل کنن که اینمی همیشه تعرض پاکستان و امی آلات را که پاکستان آورده و از این که از طالب منعیسی یک ابزار استفاده میکنه برای افغانستان، علتش اصلا مسئله واقعیش مسئله کنر و مسئله دیورند است. اینی میرد ما نفر سهی نداریم، نفر سهی نداریم. داریم سه بود فیصله کرده بود که اگراه برم از رای کویتا برمه بته این رکت چیز پدر این رزید بوتو فیصله کرد اما موفق نشد از بین رفت. این ما یک رهبر واقعی نداریم. داریم سه بود دکتر عبدالله رهبر سهی نداریم که امیر فیصله کنن یک رای بحری به ما بتن و از این مسئله صرف نظر کنن. بله. تشکر، نظر جناب شما رو میخوایم. خب والا نظر ما دیگه قدر نظر خودت گفتی بذار دیوران در چی در کلی خود بزنیم. ما میاله فعلا ما مشکل در درون افغانستان داریم، بیکار داری، مخمور داری، در فحشا مردم ازیدن چیزایی رو ما میشنم بیادر به خدا کوتا سرت میپره. امی اشغال چیزایی رو با خود آورده که با خدا در جنگای کابل میگه هیچ نبودن تا چیز. مردم گرسنه بودن دیگه بودن، مگر امی حالت موجودی که بالای ناموس افغانستان آمده هیچ هم تو یک چیز ندیده بوده. تو خورده میری تا بیادر یک میکروب است که هیچ نمیفهمی، زرد شده میری 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 آخر یک کالبوتی بیش از خودت نمیمون. ما آنچه که باید خود ما در اختیار داریم او را عمل نمی کنیم. او را که نداریم او صاحب خیالی است، سر از او بیشتر می نشقار می کنیم. ولی از خدا صاحب یک نفر می اینجاست رحمت چا بابا صد سال قبل می پیچه صاحب که یا بیشتر 200 سال که او بیشتر نمی دانم بابا نبود، این یادم بابا است که این چطور است استغانای یک نفر بکش که خادم دین رسول الله بود. این چیزایی سب که برای یعنی راستی یک شخص منور و دانشمند وقتی مسئله را بیان بدارین انچی در افغانستان میگذره بسیار خنده خواد کرد که یک چارپای هم به این حد یعنی فضول نمیشه که خود از اونا در آتش میسوزه، مثل که در خانه شما حالت عاجل دارین و سب باید او را به بیمارستان بدوانین و شما سب دقیقه
خانی همسایه هستیم که بچه از او چرا تاو دارم. بله سلام علیکم. بله خطاب سید صاحب. سنگ جوری نوری صاحب خیر و خیری. والا تشکر ز خدا دومال الاشغال و ازغال کریدم. چه دست ده تنوع ده پارا لیلا جان در تخستیم. ده لیلا خزل اجازه بی و بلوانم. وی زرزر برو رخه. میربانیو. آمده. هسته میزرگه شو پدر الله پا توکو توکو که هسته میزرگه شو پدر الله پا توکو توکو که آفری تا چه حقش پا وکلا خندا پا توکو توکو که آفرین آفرین تا کلی پا جانه پا گلبان که ده گلاب سره گروه شرمه دستال کلا پا توکو آفی بله گرش بی ولم بش بی یو احساس او آتفش ولی تا چه نظر واچ آوا آیا آفی بله با ما پا توکو توکو آفی بله سمرا بی حیام چسترگک ندرت آوا سمرا بی حیام چسترگک ندرت آوا رو نخپش بی پهم دا پا توکو توکو آیا آفرین ولد نوری سه شب هستید کاش که اونا بینی کریز استاد سپین الله سوائی کاش که اونا بینی کریز استاد سپین الله سوائی سخ کلی اختر کلی بخلا پا توکو توکو که واه 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 تو که عمل گروه اصلی خبر دارده تو که عمل گروه اصلی خبر دارده و دره چی شده؟ هستش و خبرانه لیلا پتو آلا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 ل
پیژنی تمام کرنه ده بس په مخ دې کړو دومره لیلا غانی دی کوم لیلا وای لیلا وای لیلا ولدا غزل ای غزل په نظر به فرمایشی سید امیر لوګری که از پرزموده اصلا فرسکو زندگی میکنه و در 2013 میماندارم بود از دوستای نزدیک روزی جان عزیز گلشون جان عزیز زنو لیلا جان آیا فرین این از الان پیش ازی که اوجا پرواز کنم که بعدم گلشون جان در امضای زندگی برای یک ساز زنده بیروتوب است میره برش استخبار استخبال هنرش کرده زن او رو را پا مخده که او رو یک وقتی در سان فرانسکو فریده جان انوری یک رادیو رو برای یک ساعت هفته لطف کرده بودن برای افغانا و از اون سر که از شعر پر بود و تا آخر صاحب شعر بود و آهنگ بود و در کابل صاحب در و دیوار کابل صاحب راکت سراخ سراخ می کرد و خون بود و صاحب آدم کشی بود و جنگای داخلی نو در گرفته و از یک افغان ما مرا گفت که بالا بیادر من برای فریده جان تلفون کردم که فریده جان این رادیو رو وقتی بشار کیف میکرد که در افغانستان آرام آرامی میبود در دنیا می جنگ نمیبود خبر بعد هم هیچ نمیشنیدی در خانم به امرای فامیل تو زن و اولاد گل و گلزار جنگ نبود و دعوان نبود یک زیر درخت میششتی و سای به هوای خوشگوار بهاری میبود و سای وزیر رادیو خودت چالان میکردیم و سای به شعرها رو میشنیدیم عجب کیف میکرد و یا جوان می بودیم و صاحب عاشق هم می بودیم و شعرهای عاشقانی خودتو می شنیدیم مگرال خوب بدره توی اگه حالی هست افغانستان که کابل یکی ضربه شده و صاحب آدم هم می خوره صاحب دهید توی اگه وقتی اشعار بگر نوری صاحب هم دهید توی اگه بحث گرم شعره که خدا گفت مگر بشار خیلی شعر دیو بیلی خدای دی خیر در که خیلی سویه دهید مگه اصاب دیل گرم مکره بله بله سلام علیکم السلام علیکم و رحمت الله مهربان هستین خوش آمدید زنده باشید یکی از اختفا یکی از مذکوره های بسیار فاسد مریضی مذکوری ستمیست و شما ببینید که اختری همراه رفی جان نه یا
مناطق پشتون تمام روز بمباران میشه و همین چند پیش که در قندوز همین فاجعه رخ داد سنگ و چوب صدا برآمد، از یاد صدایشان نبرآمد و دیگه همین چوچه های جنگ سالاره ها هم از خاطر که اگر چیزی بگویند به نصف طالب تمام نشه چوب خود گرفتن، یک کیشان صدای خود نکشیدن. اختری صد من از دشمنی پشتون های این طرف سرحد و اون طرف سرحد طرف پاکستان گپ میدارم. اخوه از کلم دشمنی بینشان نشنیدیم. در دوران جهادم بسیار امرای یکی دیگه همکاری کردم، بین یکی دیگه خیشی کردم، قومی کردم. این بیچاره های ستمی ها اخبر یا حراز دارن، اخبر یا بیمان هستن که میترسن نهی که ما بادا که یا یک جایی شون که باز قوی شون از آنم کنه و همی رفی جان که میره و میگه که خو میگونه یک انترویو رو بازگه های خو خود اقتصر میکنه. اما نفر که گفت که انترویو میکنم سلام از دیرم والیک ننگره و در این جایی تو وانمود میکنه که نه غفارخان اینه تو گفت که ما امرای پشتون ها یک جایی نمیشیم ما از خود پشتونستان. یا فقط همین تمام روز عقل از یا فکر از یا هوش از یا به شیطانت و تنظرگی کار میکنه و چیزهای ظالم که برای مردم افغانستان باشه متاسفانه که کار نمیکنه. و یکی موضوع دیگر رو میخواستم کنم که یادآوری کنم که یکی از مصاحب و بدبختی هایی که همین اشغال افغانستان گرفتار کرده یک جز خورده از اون این است که دو هفته پیش همین اخبار اصلاح آنلاین از کابل به نشر رسید که یکی از ژورنالیست های زیاد به شکل مخفی که خودش یعنی میخواست که عیسوی شود برای همون عیسوی ها گفته بود که ما میخواییم عیسوی شود و این مانده بود که در همون کلیسه های مخفی برای و چند وقتی یک رپورتاج جور کرد و به کلی مستند که بنا در حوزه سه کابل هفت کلیسه های مخفی وجود داره که در این دور پیش و پنتون اصلاحات شما رو بکنی که کابل که در حوزه داره از صد کلیسه های مخفی که در اینا زیادتر بنا در کابل دارن، در جلال آباد دارن، در هرات، در قندوز، در بسیاری شهرها یا چی دارن همین کلیسه های مخفی خود دارن. از یک طرف علما را میکشن، مدارس ایران میکنن و از طرف دیگر مردم عیسوی میکنن. این کار بسیار خطرناک است در مملکت که تا خبر وقت عیسوی نبودن اینا را داینده این بازبرد ها آباده میکنه که ما شما را امریکا میداریم یا یک مملکت اروپایی میداریم اینا را اگر یارا نبره خواهر کدام از یارسی میکنه تا به اولاده میشه و این مردم افغانستان هم بسیار متاثر است. برای خود از هم یک جنجال بسیار خطرناک است و برای خود مردم افغانستان هم جنجال است. یا خب دایندار خوب وقتی بله بله دوادر والا همی افغان در هر کلیسا که دای رای والا اگه او کلیسا دیگه روی خوبی رو بیبینه خود در اسلام خود چیزهایی کدن سر ای سیاف هم میگم ریش خوب تراش کنه کالای سوی بو پوشن روان کنه دمونش سر یک مبلغ دین ای سوی هم پول که برش بیتی بیادر همی سیاف والا از ای سوی تو همی فصل ای سا علیه سلام و صحب همی تو تشریح کنه برای ای سوی ها که بهترین مولا ای سوی از این درست شده میتونست. آبالا یک چند که بودنش همین کار میکنن بازنی چند نفر که همین رپورتاج جور کردن این بردن در رسط اوقاف هم بردن بر تمام مسئولین دولت علما هم مگی چوب خود گرفتن. یک نفر حاضر نیست که بیاین صدای خود بکشه از خاطر که همون منفعت و چوکی خود از دستت و باز بر از امیا یک چی میکنن که شما اگر در ویزون ما شما باید بسیار احتیاط کنیم همین ورده کنم که نه ایزت میزن یعنی افغانه بعد از یه ایسانی شده یعنی کسایی که راستان میاین سر دین هر دفعه میاین سر دین انتخاب میکنن سر دیگه مشکلات افغانستان گفت نمیزنن یعنی سر دین هم آدم سر بعض مسائل که مثلا بله آه هست دیگه شده باید جب بکنه اما کسی که راستان سر دین آه بله خب تجهیز میشه که تلویزیون اگر میخواین اشخاص اسلام باز بفهمن بله بله همین تلویزیون آقای عیار اصلاح کنن و آقای عیار دیگه از امسال تا آخر بازی دروغ میگه و سر دین اشخاطی میکنه و یک مکتب جور کرده برای ایسایی ها دارن جایی خدا حافظ شما آز بدر تو خم و خب یکی از دوستای ما او روز گفتن فرمودن اونا در جنگ های کابل هم بودن در پشاور هم شامل هستن در میگه بیادر والا این توی وزی مسلمان ها رو که معمیر در افغانستان میبینم و چپ و راست میگه در دوران نجیب
بسیار انتقاد میکردیم، حال میگم که والا عجب مردمی بودن اونا، یعنی به یه حد از دست از اینا به سطوع آمدن. خود کسایی که اسلام رو پروموت میکنن، تبلیغ دین اسلام میکنن، میبینیم که زیر هر تاری ریش از اینا شیطان ها نشسته و طرف خندم میکنه و گریان میکنه. ولی وا سمبول اسلام شدن، خب یک عیسوی یک چی میگه کلیسا در اونجا درای یک عیسوی شاید به مو حد بعضی مسلمان های ما. درست است دین اسلام چیزیست و اعمال اسلامی ما چیزیست، ما خب بسیار بد تمثیل میکنیم اسلام. اولا بله سلام علیکم. بله آقای خطاب عرض سلام دارم. سلام هاشم جان، خوش آمدین. خیر خیر. بله شما و برای بینندگان ایتان عرض سلام دارم. میرون. آقای خطاب من مختصر صحبت میکنم. بله بعد بختانه پیشتان یه آدمی که بعد میامد آمدم با تاسف کنم صحبت خدا میکنم برای شما. نه نه امی یک چیز ما برید بگویم بیادر کلمی که گفتیم یک چیز یک نفر بعد میاد انمی مستقیم نه آ نه امی بگو ما صاحب با نظر یک نفر موافق نیستم برای اینکه ما خود صافکاری کنیم. ما یک نفر بسیار بده، من امی نفر خود چی میفهمی که این بده؟ طرز صحبتش. حال طرز بگو، طرز صحبتش بده. من مگه بگو میتونم استدلالم کنم؟ خب مگر نگو که من یادم بده میای ولاکی تو راست. صحبت خود اگه اجازه میتونید بفرمایید. نه صحبت تو خوب مگر از نظر من آقای خطاب خو میگه که گفت که از دل برای اینمی من دروغ نمیگم، نه اینمی گفت از این دلم بر اومد گفتم بس دلیلم دارم استدلالم دارم از دل ما بعد می مردم می دیگه بند. خب و میگی از دل ما مردم بعد می دیگه ما چی بگیم؟ نه 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 گفتم امی گفت که زدم از دل گفتم برای خب از دل نگفتم که خب دورنگی کنم و دست سبازی کنم، نه یعنی واقعا دارم. خب بره بفرمایید. بفرمایید صحبت شخصی خودم. آقای خطاب من اصلا اصلا دارم که دمی هست حاضر یک زمان ما می مطبوعات این وقت طالب نبود، ما یک بارا مطبوعات آمد، یک مردم خوشبین شد که این مطبوعات آزاد آمد، چقدر باعث پیشرفت افغانستان شد. در حالی که همه قدر اردوی افغانستان محکوم است که اردوی جسم شانده و توخالی است، آقای خطاب این مطبوعات هم که صرف کار آمد کار میکنن، این بسیار بیواز روشنگری مردم بسیار برای مردم جنجال خلق میکنم. فکر کنم مستحق انتخاب بسیار سخت است که یکی از بحثار انتخاب بتیم که انتخاب کنیم اونموتی که سر سیاست افغانستان صحبت میشه، اونموتی سر مطبوعات افغانستان صحبت شب خصوصا در میاس حاضر. آقای خطاب من خاطره شخصی خود برای شما قصه کنم. یک وقت ما در فاکولته تاریخ مطبوعات افغانستان هم میخواندیم، باور بکنیم که با همه قدر علاقمندی میخواندیم، به هیچ قدر خوش ما میادم این تاریخ مطبوعات ما دمی افغان ابراهیم دست میداد ما را افغان ابراهیم رئیم تخلص شد. اونا در دکترا داشتن اینقدر معمول درس میدادن که ما خوش مامیاد که یک وقت نوشتای ما چاپ شد. باور کنین یک وقت حالا به خلاصه از خود صفت میکنم، تنها عنوان نوشتی خود خلاصه براتون میگم، یکی از نوشتای ما چاپ شده بود در مورد شش جدی. سال دومی که از فاکولته فارغ شدیم از نصرایم، شش جدی آینه مقدر و ماندگار در تاریخ معاصر جهان. باز یک بخش در آزیروی افغانستان بود در وقت طالبان، یک بخش بود برام مرور رویدادهای مهم مطبوعات در وقت های شما بخیرم این برنامه بود، این تا وقت های ما بود تا فرسان هم بود. باز در بخش نشیرهای افغانستان باز از این کل اخبار ایواد شما باور که این نوشته مرا انتخاب کردن امور رو صحبتی خواندن همی کل اگه در خوره هم شنیدم این نوشته مرا باور کنید من اینقدر علاقه داشتم که یک وقت نوشتن در مطبوعات چاپ شود. حالی مطبوعات شما چی فکر میکنید که برای نسل های آینده چی جواب خواهد داشت وقتی که در این عصر حاضر؟ حالا ما براتون یک مثال دیگه بتونم، موچی به حاضر که در موچی به حارز یعنی میمان یارا که پیش میبرد میتونید تو هم یک بچه که جوان باور کنید همی اگه می بی‌طرفانه پیش میبرد این برنامه خود بسیار خوب پیش میبرد. حالا اون که میتونه آریانا نشان میده که میره در انتخابات در صندوق انتخابات که مردم میتونه رای بدن میتونه رای بدن، اون در سیاست کشونیده شد پایش. ما فکر کنیم کاری اون آدمی که با مون دیدی که سابق همین بچه که جوان مردم میدید بسیار خوشبینش بود، حالا در مورد از اون خوشبین نمیشن. ما فکر کنیم که کرکتر خود چیز دیگه بازی کرد. ما کل ما در آینده انتخابات افغانستان بدبین است که ما وایست. و یک نکته دیگرم که برای شما عرض کنم، ما کل ما باید کوشش کنیم که شما حتما انشاءالله انتقاد پذیر هستین. یک نکته هم در مورد شما میگم که کل ما سر وعدت ملی کوشش کنیم و کوشش میکنیم انشاءالله شما هم همه، ولی از پیش شما شاریده ابی صحبتی که دوستا میکنه خودتون هم میفهم که قلبا گفتم را تایید میکنین. آقای خطاب میاین یک تعداد مثلا طور مثال هم یه آدم
گمنام که قبل از ما بود. این هم یا میاد دو میزن یک تیزا دیگاه میان دو میگستنن بعد میگن همین شفی ایاری را که شفی ایاری را که میگن همین شفی ایاری را من برنامه هایش شنیدم این برنامه های زندگی شما میشنم این مردم طرف وحدت که میگه میکشونه ایچی تو پشتون را به خود جورت میکنه دو بزنه نمیزنه دو نمیزنه من میره برتون از دانه من بشتم این نمیزنه دو خودتانم شاید برین تحقیق کنین اصلادشون رو میگه پول شفی در اینا میان اخلاق شخصی خود را در اینجا میکشن فکر میکنی به این برای کرکتر تلویزیون شما خوب نیست برای شخصیت شما مناسب من نمیبینم که اونا بله من کنترل کنین هر کسی که دو میزنه قطعش کنین آقای خطاب ولی کس خود کس قطعش کنین نه کس کس دو نزد یه تو فاش نگه همی آدم گمنام ولی آمد قابل سوال است آه بله خواه آه بله اونا حق دارن شما حق دارین به طول و عرض صحبت کردین اونا صحبت خود داشتن شما تحمل نظری از زور داشته باشین اونا تحمل نظریات شما رو داشته باشه یکی یک نفر بیا که زن و مادر و فرزند دو بزنه او رو خب ما نشنیدم منتها نقد کرد یک طرف یک جانب او رو خب حق شرعی از اوناست همینطور که شما میاین یک جانب نقد میکنین و یک جانب دیگر یک خود تنوع افکار انسان ها هست اینجا چی شاریده؟ لاین از بیادر لاین خو نشاریده تلفون هم نشاریده و ما هم اینجا کدام جنگ برا نفتاده و شمشیر بازی نیست خو نظریاتتان از بیان میدارین یک وسیله چی میگه ارتباطی از زو استفاده میشه شما برین رسانه های افغانستان هم ببینین در زیب عقب درهای بسته پروگرام ها رو ثبت میکنن و چند چهره دائمی میان و تکراری صحبت میدارن اینجا تنوع افکار است ای که در میان خود شما میفتین و تحمل یک دیگر اگر شما در کابل میبودین شاید شما تفنگ هم میورداشتین به این شدت آمدی که نمی آدم بده ما میان امی خود امی کلمه انتقام جویی یک انسان ما ولد این پروگرام که تمام میشه من میم کلی از یارم دوست دارم رزی که خود امی اس انتقام جویی و نفرت و بدبینی خود انسان آزار میده به اونجا هیچ آدم میره کار خودم میکنه مار میگه می یک میگه زو سبو شما باید یوازی که عقب مار بدوینم زهر خود قایم بگیرین که بدن تانه که کبود نساز ما هم زهر اعلام میتیم و سوتر رو برداشتیم که مار چی شد منظور ما این نیست که اونا مار هستن یا شما هم این یک مثال بسیار جالب روانشناسی است یکان نفر ما میبینم که این دندان خواهی میکنم قار است یک حادثه‌ای که یک دو هفته قبل یک مشاجره میان دو نفر واقع شده او دم کلیش چر خورده میره 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 مثل که یک چند نفر یک چند تا سنگچلا گفته باز یادم کف پای خود انداخته باشه به امرای زود بوده خود را بره او برای زود خود کدام نقص نمی کنه برای شما ما یکان بار یک بحث با یک نفر چی میشم در بچال گفته باز یاد میبینم که بجای نمیرسه موره میگم راست میگی برو بیادر آفرین ولی چی وشیار آدم هستی یا من فراتر از او میخد در دیوار زده برم و برم گور برم بعضی هم مردم های بسیار معقول هستن میتونی یک چیز از اونا بیاموزی من بعضی انسان ها را من خو ایمیل خو بگذارین که پروانه خانم گفتن من بعضی انسان ها را تحمل بسیار دیدنش هم ندارم بعدا من یک ساعت به امره یک نفر مصرف کنم که نه از او کدام لذت ببرم از فکایی از او نه از او لباس از او خوش ما بیاه نه از طرز گفتار و کرداری از او نه از کدام معلومات برای من میسر شو یا ما هم خوادم هستم برادر من یک 24 ساعت دارم یک 7-8 ساعت از او در خواب میره دیگه از او را باید شما محلت کار کنین برین سب زحمت بکشینی که او چی گفت بگویه او دیگه آدم چی شما تلوار بازی طرف طرف هم زندگی خود اعلام میتیم بله سلام علیکم بله سلام علیکم لاینای ما پر از مطبوعات شما باید محمد مطبوعات افغانستان مطبوعات صاحب مو مطبوعات پولی است افغانستان هم تو که عسکر پول میگیره مطبوعات هم پول میگیره عسکر در جبهه فرستاده مطبوعات در امواج فرستاده که تبلیغ کنه دموکراسی را که علی صندوق میره صندوق میره و کمیسیون انتخابات است و که اینو این چیزا کلی دروغ و در آخر معامله پیش روی چشمتان بازم کسی را که اینا دارن مورا میاره یک کشور داره حال اشغال است و وقتی در اشغال باشه شما اختیار نه صندوق دارین نه رای خود دارین نی چیزا ندارین و فلحاظ او از نطفه او نفع میشه خود مسئله انتخابات
و شما اختیار ندارین مگر هر چیز اونا بخواه امور سرطان عمل میکنه. در لاس آنجلس یک وقتی که تازه همی اشغال شروع شده بود، رادیوی به نام رادیوی آزادی که در سراسر افغانستان پخش میشه مردم میشنوا، رئیسی از او آمد در لاس آنجلس در منزل آقای حسن نوری، ما را هم خبر کردن و یک پنج شش ده نفر اونجا اهالی لاس آنجلس که بیاین و بشنوین. و او آدم آمد بسیار به تونتراق صاحب نیم ساعت حرف زد و که بهترین رادیو است و برای منفعت افغانستان است و افغانستان باید یک تحول بیاد. و یا بسیار در اونجا همه نشسته بودن به شمول نبیل مسکینیار. و هر یکی در آخیر سوال کرد، وزرای سابق و موینای سابق و همی کتسرای افغانستان نشسته بودن، هیچ کس جرات نکرد که صحبت کنه. من اونجا دست خود بلند کردم گفتم بیادر اینا خود صحبت اگه نمی کنه خیلی مرا بیشتر وقت بتین که همی سه چار پنج دقیقه از اونا رو یک ده دقیقه صحبت. اما آدم رو مخاطب ساختم که او برادر آقا یک اوکراینی بود سب دارم اونجا همی رادیوی صدای آزادی رو یک امریکایی پیش می برد. گفتم اول خواهم یه دروغ است که شما میگین برای خدمت افغانستان همزمان یک شاخی رادیوی صدای امریکاست در پراگ شما تأسیس کردین و برای افغانستان نشرات میکنین، تبلیغات خود در اونجا پخش میدارین، این وسیله تبلیغاتی تا نیست، برای خدمت مردم افغانستان نیست. اون از اونجا که بیادرم این سلسله از این چیزا اونجا بسیار شدت رفتم با امرش. در تفریح وقتی نبیل مسکینیا رو دیدم گفتم چرا سوال نکردی آقا جان، کلیتم تو در زمین گرفته بودی. گفت ما خود دیوانه نیستم، من میرم در پراگ اونجا مرا کار میتن دیگه، من چرا یادم انتقاد کنم. باز امو پراگ رفت و باز از پراگی رو پس روان کردن خانیش و باز پشت قانوندان میگشت که دعوا کنست، برای ما تلیفون کرده کدام قانوندان بشن. اون امور شما فکر کنین که امو صدای آزادی که امروز در پراگ است و افغان ها از اونجا ماش خوردن، یک چند تا نطاقه یلجاری ما رفتن از اونجا از ماش از اون استفاده کردن، وطن فروشی کردن. این می دیگر نشرات افغانستان چوچه های امو صدای آزادی است که تحت عنوان آزادی، صدای آزادی در پراگ تأسیس شده. هاشم جان اینمی باید جواب خودت داشته باش. بله سلام علیکم. من از وقت اومد این واقع باور نکنم. آه بیا بو بیادر. سلام علی خده عزیز. یا چی هم داری بو بیادر؟ صحت خوب، خیر و خیر. جان سر شما صاحب. جان جو. شما را از ما نگیم. شما کدو باید خیر دی که نتاقی میکنن یک دیدار روانی ها را هم دوا بتین. ای افغانستان خود نت بری روانی و نت بری دیوانه و میامی دنیا سره آجی سره یکی کلخانه به خودم که جمع میکنم نگه برو بازه تلویزیون زنگ، یکی دیگه نگه بیا که جمع در خانه میزنم نگه برو آقای کتاب رو که یک شاد تلویزیون شبیه صحبت هم اینجا بکن. آفرین دیگه کفای مفت خون مفت است به این مفت افغانستان چی که یه جور جورم ننشه. آفرین دیگه چی کنیم؟ من میگفت صادق امروز ما فردا منافق شدنی است. شما باور کنین بین این کسی که اعتماد داشته باشین بسیار فرق فرق 20 سال هم میره چی کنیم نافق آخر منافق میشه. مگم آقای خطاب من میگفت صادق ما مرم میگفت باز من روزی که در مدکه و باان کدم که یک بایی که زست از آسمان مدکه و تیارک باان کدم و من از وقت خود از این واقع باور نکنم. این انسان ها فرق میکنم. هر کس که دل به خدا خو نمیده، هر کس که نزدگاه هر که نیست، هر کس که خیرات و زکات نمیده، اینجا بسیار شیطان هاست، بسیار دالرکور هاست. برین سفرانه شما به خدا. آفرین بلا عجب برفای گل آدم بودی بلا. بله سلام علیکم. سلام علیکم آقای خطاب. و علیکم سلام. نوریا خیل از آنبوک شما رو. خوب هستی نوریا خیل صاحب، خیر و خیر. من مهربانی که یک انتقاد به دوستا دارم که چرا ما از که قدرشناس نیستیم. شما می این دو ساعت برنامه تلویزیون تانه وقت گرانده های تانه به ما بدون کدام پیسه و بدون کدام چیز به اشتار ما میگذارین که ما هم راز چی دل خود با شما بگوییم، درباره وطن خود گپ بزنیم، با هم دردهای خود با هم بگوییم. اما اینا ما میبینیم ما افغان ها چقدر احساس جنگی داریم، یکی رو پیش بنداز دیگر رو پیش بنداز، یکی رو دشنام بده، یکی رو چیز کن که واقعا قابل تاسف است. من فکر میکنم که هر کس مثل که شما جورنالیست موفق هستین و هر کس نظرش نظر هر کس شما محترم میشمارین و هیچ کس هم توهین نمیکنین.
تلویزیون هم بیشتر چیز مفت و رایگان میگذارن، اما باید ما یک قدر زیره بدانیم، یعنی باید همیشه به این مورد ما خود ما یک تعمق بکنیم که تلویزیون میه به خاطر ازیسته که ما همون نظر خود بگویم. اگر نظر به نظر ما یک نظر خوب نیست، خوب نظر یک نفر دیگه است و به نظر از خوب تر است. بله بله. دیگه ما نمیخواییم که اینجا باید یک تصادف واقع شد بین دوستا، یکی بدم نه، یکی خوشم نه، یکی یکا اصلا جای ندارد اینجا. بله بله همینطورت. یک خوب... چیز آقای خطاب، در افغانستان یک قهرمان سازی است که یک نفر قهرمان 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 سال های سال ما یکی یک قهرمان گفتیم و یکی را از خود چیز کردیم. ما بیم قهرمان ها یک شیر بیتا خوتا گفتیم و میرسیم نتنهاد بفرمایم. ای قهرمانان به نام شما قهرمان نبودید، به نام مسلمان مگر صاحب ایمان نبودید. آفرین. کارهایی که در خفا کردید نابخشوده نیست، مگر تا آخر زان کارهای بد پشیمان نبودید. فروختید وطن را و با غیر معامله کردید، که گر راست گویم به خدا انسان نبودید. فریب دادید ملت بیچاره و ناتوان ما را، سالها می سوزند و شما پریشان نبودید. از پول غریب و بیچاره چور و چپاول کردید. بنا نهادید قصرها، صاحب وجدان نبودید. هنوز هم با لباس تزویر خود ملبس هستید، بس کنید که دیگر از چشمان پنهان نبودید. شاید مقبول صحبت کنید. خدا هم شما را خیر و برکت. تشریف بیارین یکان بار یک شخص من با این دانش که شما دارین، همی تحلیل که شما میکنین، همی خوشم می که من میره بشنوم. همیشه همی گپ های شما دنی اول برنامه شما من هم مجذوب میسازه، فکر میکنم و بسیار بسیار برای ارزشمند است، فوق العاده. همی چیزای تحلیلی که شما میکنین، همی پروگرام شما واقعا قابل قدرت است. تشکر قربان. تشکر. ما را خوش میسازه که چیزی که ما میگیم وقت ما ضایع نمیشه. اینجا خریدار داره. روی خیلی صاحب لطف کردن و ارشاداتی از اونا، سفارشاتی از اونا. کوشش کنیم که امو انتقام بدترین یک غریزه یا شخصی مشخصی یک انسان است. چرا؟ برای از اینکه او خود آدم میخوره، یعنی با خود در جنگ قرار میگیره. مشکلات افغانستان حس انتقام جویی است، خودخواهی ها هست. همی اشعار خیام، عمر خیام هم در چند روز میشنه و میبینه که دنیا چقدر هرزه است. حتی یک کاسی جانان مخاطب قرار میده، میگه سرعزی تو را نرویم که به نفرت و به بدبینی. این کاسی جانان این دست به حساب یکی از ماهرویان جهان بوده که دستی از او به گردن یاری بوده است. و وقت امر همی حیات ما همی است که ما از خاکیم دوباره خاک میشیم. باز از امون خاک ما سب کزلی و کاسی جانان و دیگه و دیگه درست میشه. انسان سب خاک میشه، از بین میره، ناپدید میشه، تراب میشه. گفتی خداوند لاعزال در قرآن که دو دنیا نزد خداوند میگه گناهکاران استاد میشه و میبینه که بار گناهش قدر زیاد است، میگه از خداوند میخواد که ای کاش من خاک میبودم. بعض انسانهای گناهکار در نزد خداوند دو دنیا، قرآن پاکی است که میگه از خداوند میخواد که ای خدای من کاش انسان نمیبودم، خاک میبودم، هیچ تولدم نمیشدم، هیچ مرا به دنیا وارد نمیساختی، باعث یک انسان از خداوند میخواد. امو را امید در یک شعر بسیار مقبول عمر خیام درش کرده، میبینه که دنیا واقعا از خاک آمده، انسان به خاک برمیگرده و همونطور است. ببخشین صاحب که یکان بار شعروی میشه صاحب. بله سلام علیکم. الو سلام آقای. سلام مینا جان، خیر و خیریت؟ سلامت باشین. شما خوب است؟ خیر و خیریت؟ شل چه؟ زنده باشین. سلام خدمت همه بیننده‌های ارجمند هم تقدیم میکنم. وعلیکم السلام. در ارتباط با برنامه‌های شما من هم باید بگویم، نه به خاطر از اینکه پسر خاله هستم، به خاطر از اینکه من یک بیننده هستم و اکثر برنامه‌ها را تماشا میکنم در مواقعی که در خانه هستم.
برنامه بسیار بی‌طرفانه معقول و برنامه است که همه افراد ملی و اشخاصی که طرفدار آبادی و آزادی و افتخار افغانستان هستند برنامه شما را علاقمندی دارند. در ارتباط با دو موضوع بسیار کوتاه من خدمتتان عرض میکنم، در ارتباط با صحبت‌های شما و همچنان چند نفر از بیننده‌های ما که در شرایط فعلی افغانستان وضعیت بسیار خراب داره. ایره همگی ما و شما میدانیم که در یک شرایط است که واقعا تحمل ناپذیر است برای مردم افغانستان این شرایط دیگه و هر شکلش که هست. اما ما چی میکنیم؟ وظیفه ما چیست؟ ما با گذشته چنگ زدیم آقای خطاب. ما در طول سالیان و قرنهای متمادی هر حکومت و هر دولتی که آمده دولتهای قبلی را بد گفتن، آثار تاریخی را خراب کردن، افراد ترور شخصیت کردن گذشته ها را و نیومدیم که با خود بیندیشیم که آله که اگر گذشته ها بد بود از کارهای بد اونا پند گیریم آفل. و حال چی باید بکنیم آفل. و چطور باید درستش کنیم. متاسفانه با تفرقه‌های قومی و زبانی که در داخل افغانستان هست صد که بعضا بیاییم بگوید که نیست ولی افی یک واقعیت محض است و او هم توسط دشمنان افغانستان در توسط دشمنان افغانستان و به وسیله افغانهای خود ما در داخل افغانستان دامن زده شد، اعضاب تنظیم ها و افراد و اشخاصی که زینف بودن در مثلا باید ایره کنار گذاشت و امروز خوشبختانه میتونه برگ برنده به دست ملت افغانستان باشد، چرا که مسئله انتخابات در پیش است. اگر مردم ما یک تصمیم قاطی بگیرند که در این انتخابات به افراد غیر ملی، به افراد وابسته، به افرادی که امتحان خود دادن و در امتحانات مختلف ناکام بودند، به اینا رأی ندهند و افراد ملی و اشخاصی که علاقمندی به افغانستان و صلح و آزادی و آبادی افغانستان و ملت داره با اون رای بتن، من فکر میکنم که تمام مشکل حل خواهد شد. ای که با زور سر مردم رای میخواهند بتن با زور تفنگ و زور برچه، من فکر میکنم که مردم میتونن اصلا رای نتن، ولی اگر اینا رای بتن به افراد خوب ای تنظیم ها بله بله. افراد غیر صالح و سالم بله اینا خود به خود از میدان میرن بله کنار و اطراف خود خالی میرن بله بله بله. من این نظر بود، بسیار نظر نیک بود. خب من یک ملاحظه گک ما هم دارم. اول خود انتخابات یک روپوش فکر کنین، انتخابات نیست، صرف یک روپوش است برای انتخاب. این انتخابات مثل که حاجی کامران یک شوهر تمثیل میکنه سر استیج، باز دو طرف که میره حاجی کامران سر قصه و افسانه به کلی هم رولش تغییر میکنه دیگه. این مثال میتونم حاجی کامران چون ممثل است که همه میشناسن و شناخت دارن در اجتماع افغانه ما، انتخابات ما همونطور است. حتی مرا یکی گفت که میگه برای انتخابات بعدی یا می خودی اشرف غنی است، باز بعد از او اتمر است و بعد از او نمیدانم یک نفر است به نام کلیل حکیمی از این جوار ما رفت سب کلان آدم خود ساخته و یا ساخته نشد او آدم است. سب یک سلسله زنجیری آدم ها دارن، این انتخابات اگه باشه نباشه اونا میگمارن، منتها باید از طریق انتخابات که مردم بگوی که انتخابات صورت گرد. و اگه شما رای بتین نتین، اول خود نیمه را همون کسایی که ملی هستن و کسایی که خطر متصوره است و دادم رای ناتو و امریکا و خواسته های از اونا قرار میگیره، اونا به اونجا را نمیابه. و این میاد صاحب اشرف غنی است که عبدالله است که احمد کرزای است و که امی چهره هایی را که اینا آوردن میشناسن، اونما دم بالا را میافه. دم پایان یک 40 نفر 50 نفر صاحب روزگومی میکنن و صاحب میرن پس کار خود. دیگه او کسایی را که اینا در نظر دارن اونا را نگه میداره. این مشخصه و امو شخصیت اشغال در طول تاریخ در وقت انگلیس ها انگلیس آدم خود میگماشت. در روسا شما دیدین که پرچمی و خلقی ها را یکی پای دیگر ایجنت های خودم میگماشت. او خود روسا شوروی وقت خود نیامده بود که بیادر یک اخوانی را بیاره که نماینده روسا است در افغانستان.
امریکا هم یک وطن فروش، یک آدم پول دوست، یک آدمی که با اینا بالای مغز از کار کرده، اونمو آدم هم میاره که برای اهداف از اونا کار کنه. در اونجا میگماریشه و همین نقاری علاکه انتخابات هست، علا پاکستان برو فلانه که خوب تمثیل کرده بتان. یعنی ممثلین خوب کار دارن، آدم های اصلا کار ندارن که با اینا یعنی دمیرایشان بگیره و اهدافی از اینا رو با هم بزنه. بله، سلام علیکم. مختصر بیادر در آخر پروگرام هستیم صاحب. یک الو، سلام علیکم حاجی صاحب. و علیکم سلام. یک دقیقه قند میرم. باش حاجی صاحب محترم، من قدر شما رو میدانم. و کجا میدانی؟ ولی ما خود ندیدیم. خدای نه حاجی صاحب، دیروز برای من نوکر کاسلیس جمعیت مسعود یا کاسلیس های چی بگو میگم تا دست تا بازم میبوسم چرا برادر بزرگوار خیلی نظر ما بود رو بیادر خودت بگو. ما کاسلیس یا کسی دیگه استون بگو بیادر. ما کاسلیس عمر خطاب الهاج عمر خطاب است. ای قم بیتا میبین فامیلای نیست آجی سید تمرا نمیشنسی. من یک روز برات میگم جان از خود سرخواب لوگر کل فامیلت بچه های خالایت یا کلش در کزمه در یک اتاق زندگی کرده. خب درست درست. اینه ما بعد از یک تلویزی هستم باز برای تک روز میگم که من کی هستم و جسد درست درست احترام پاس نمکت دارم در نمک فامیلت من نان خوردیم. ای جان قند هستی ولی تشکر ببخشی اگه ما کنید چیزی گفتیم گوش که جسد ما برای تون آجسد بعض کسایی فکر میکنه که این تلویزیون یک قومی هست آجسد محترمی تو خوب نیست. بعض کسا مثل اختریس های بزرگوار می آید رفی جان بزرگوار می آید آشم جان از فارسی زبان ها باز یک تعداد مردم می آید در لاین و رفاش می گه همین خوب نیست. نه خوب نیست. خیلی بیننده داره. بله بله بله. تلویزیون پیام افغان یک استفاده درست باید شما جسد بله بله. نبخشی دیگه حالی بگو بیادر که کنن حالی ما خواه این تلویزیون هست استفاده کنن. همین خود نیستم این نفذ نام خودم از تست نشام نمیتونه. یک پاکستانی هست اگر نوکر آیسای آیسای ما باید مرگ من میگم. حالا اول همین نام خودت هم ما نمیفهم نام چی؟ اونو من باز در تلفون یک روی شخصی باید. حالا شخصی دیگه وام شخصی میگه با کلتان نامایتان شخصی برای من میگه اینه که او را باز قایم گرفتی که نام خودت نمیگه. نه مرگ من میگم مرگ بر انسانیت، مرگ بر تمدن، زنده باد وحشت خواب بر سر آزادی. طالبان، دایشان، اینها با ریشها و دندانهای زردشان رای انسانیت را به ما میخواهد بیاموزد. نه بابا طالبا بیادر مسواک نمی دستشان هست نه سنت... جهان به کجا رسید؟ ما در کجا هستیم؟ هنوز بدبختی بزرگتر از این سراغ نداریم. دوران عقیم ماندگی ملت ما زمانی آغاز شد. جای اندیشه تقلید، جای تلاش و کوشش را دعا، جای اراده را و رفتن را قسمت. سویچ برق کابل به دست طالبان، دایشان، گلبدین. طالبان و دایشان اجتهادی را علی پایه‌های برق اعلان کرد. طالبان 30 مکتب را در ولایت لوگر بستند برای دختران و پسران. فریب ملت، فریب حکومت وحدت ملی را نخورید. کشور ما امروز یکی از پرخاشترین کشورهای جهان است. ولس مصر غنی، این هم رئیس جمهور ما که از این لباس‌های پاکستانی و شال پاکستانی و از طرز حرف زدن چی خواهد آموخت؟ وای بر حال این ملت خوشباور که فریب دروغین غنی را بخورد. نه یک دفعه یک دفعه یک دفعه یک دفعه یک دفعه این مقالی رو که 3 روز پیش نوشته که دیگه دادم به جان ما تیر نکده یقا. عبدالله رو هم بگو هم لباس غربی رو پوشیده سایب نکتایی های عزیز ساخت ایتالیا به مود غرب میگرده شایدی امریکا سب شور میتونه اسپانیا زور یک طرفه قضاوت نکنین نی؟ هر چی کش میکنم که من مغز خود یک تغییر بیارم هیچ موفق نمیشم. ناکام ماندیم صاحب بعضی انسان ها را که هر چی میارم که بیادر عمومی قضاوت کنین همه را خوب و بدش در میان بگذارین. با اونمو از وحدت میگین وحدت امینی است. از افاقیت میگین افاقیت امینی است. اشرف غنی لباس پاکستانی خواست، عبدالله چیز خود چون عبدالله رو دوست داری جمعیتی ها و اینا را مسعود هم قهرمان میگی و عطای چور از چیز چورکان انداخت پولای نیم افغانستان رو دوزی کده او هم قهرمان میگی. وقتی وا قهرمان های خودت باشه و اشرف غنی کالای پاکستانی رو پوشته او لباس افغانی ما سو برادر در لوگر هم همو اشرف غنی واره لباس میپوشه. در این پکتیا برین همو لباس پکتیا رو اشرف غنی میپوشه. من لباس های گیبی دارم در خانه میپوشم
شب خوش هستم سای بازو لذت میبرم. لباس افغانیست برادر، پتکای لباسی افغانیست، همین سنت افغانی ماست، هم طرز پوشیدن پا کل اصلا پاکستانی بود. لباس های ما شما تغییر کرده، کوشش کنین که سای موفقیت خودت هم مد نظر بگی، او را بد میگی و خدا باز نمیگی، میگی که مام دوستت هستم، دوستای تماش میکنم، اگر دوستای مرا میبوسی و مرا دوست داری، برادر نمی افکار تکم تغییر بیاد. اگر خود تغییر نتانیستی داده دیگه پشتدگاه نگرد برادر، اگر عالم 6 بیلیون آدم در دنیا 6.5 بیلیون زندگی میکنه، 25 میلیونی از او در افغانستان با 25 میلیون افکار مختلف قرار دارست. خودت اول خود اگر تانیستی پاک کردی، دندانای خود خوب برس کردی، باز طالب ها بگو که چرا دندان خود برس نمی کن. برحال گران دوستان و تاسی هر یو پخدای سپارو پا مخم خب، بیا پنچه با بسر انشالله بگورم پا مخم خسر.